سلام بچه امیدوارم پر انرژی عالی باشید. ده و میاه دیگه نگران شب امتحانتون نباشین. براتون یه برنامه آماده کردم، سه بخشی با جزوه های خفن، نمونه سوالات خفن و راهکارهای خفن برای شب امتحانتون. توی هر تایمی که قرار امتحان بدین، میتونید قبل امتحانتون، روز قبل امتحانتون، دو روز قبل امتحانتون، این سه بخش ویدئو رو ببینید و با خیال راحت برید سر جلسه. چند تا نکته وجود داره که بتونید بهتر از این محتوا استفاده کنید. قبلش یه درخواستی ازتون داشته باشم، برای بقیه همکلاسیاتونم، برای بقیه دوستاتونم هم جزوه رو بفرستین، هم این ویدئوی آماده شده برای شب امتحان رو بفرستین و بهشون توصیه کنید که حتما این حالا جزوه ها رو بررسی کنن، ویدئوها رو بررسی کنن. بچه جوری براتون قرار شب امتحان رو برگزار کنم که فقط به نمره 20 فکر کنید، پس بقیه رو هم سهیم کنید توی این نمره خوب. بذاریم بچه ها با حضوری شدن امتحان ها دیگه نگران امتحان ترمشون نباشن، بذاریم بیشتر فکر کنن به موارد تستی، فکر کنن به روش تستی و آزمون هایی که پیش رو دارن. پس کاری که من براتون قرار انجام بدم اینه که خیالتون راحت کنم از امتحان های تشریحی. چند تا نکته دیگه که ما توی خود جزوه ها داریم اینه که جزوه سه بخش. بخش اولش فصل دهم رو بررسی میکنه. منهای مبحث جرم اتمی میانگین و مبحث استکیومتری که اون رو قرار بخش آخر یا پارت آخر ویدئوی ما باشه. پارت اول کل فصل دهمه، به علاوه فرمول نویسی که توی فصل دو دهم مطالعه میکنه، یعنی فرمول نویسی یونی کاتیون های چند ظرفیتی، اون هم توی این فصل من پوشش دادم. و خب ساختار لوئیس رو هم سعی کردم توی فصل دو در مورد صحبت کنم و بچه تمام نکات رو پوشش دادم، یعنی حتی نکات حفظی رو هم توی این جزوه آوردیم و بررسی میکنیم. یه نکته هم بگم، بچه هایی که تو کلاس های سالیانه دهم من شرکت کردن از ابتدا، کل این موارد تو پنلتون بارگذاری میشه، نیازی نیست از طریق دیگه، از طریق وبلاگ، از طریق آپارات یا از طرق مختلف بیان این ویدیو رو ببینید. تو پنل خودتون برین، هم جزوه ها اونجا آپلود شده است، هم خلاصه ها آپلود شده است. ولی گفتم خلاصه، اتفاق ویژه‌ای که ما اینجا داریم، برای اولین بار واقعا میتونم بگم که من روی یک خلاصه یک فصل از سال دهم میتونم بگم تقریبا بخوایم جمع بکنیم سه روز کامل روش کار کردم. بچه نگاه کنید و لذت ببرید، فقط میخوام شما رو سهیم کنم تو لذت بردن از این خلاصه. تمام نکات فصل یک سال دهم رو براتون آوردم، میتونید ببینید و لذت ببرید. با خوندن این خلاصه و یک بار هم خوندن کتاب درسی و دیدن این سه پست، شک نکنید که نمره 20 برای شماست. بریم سراغ بررسی جزوه اصلی. هر جایی هم که نیاز شد من میام توی کتاب درسی مشخص میکنم که این سوال کجای کتاب درسیه. از یک مبحث خیلی آسون هم شروع میکنیم، یعنی میریم سراغ بخش حفظی فصل اولتون. خب میگه هر یک از عبارتهای ستون A با یک مورد از ستون B در ارتباطه. یکی از تیپ های متداول سوالاتی که من و همکارانم همیشه انتخاب میکنیم اینه که بخوایم سوالات یا کاربردهای یک سری از مواد و ترکیب های مختلف و حتی حفظیات کتاب رو به شکل وصل کردنی بهتون بدیم. توی این روش معمولا میام، توی این تیپ سوالات معمولا میام چند تا از این گزینه‌ها رو اضافی تر قرار میدیم که شانسی نتونه دانش آموز جواب بده. بریم با هم بررسی کنیم بچه ها. از همون صفحه یک کتاب درسیتون، هدف فضاپیمای وویجر 1 و 2 تهیه شناسنامه فیزیکی چی بود بچه ها؟ شناسنامه فیزیکی کلن منظومه شمسی بود، ولی از سیاره‌های گازی بیشتر اطلاعات بر ما جمع‌آوری می‌کرد. و اگر خاطرتون باشه توی مبحث تستی هم در مورد این صحبت کرده بودیم. کاری نداریم، ما الان باید دنبال یک سیاره گازی بگردیم بچه ها. دو تا سیاره داریم، اورانوس، مریخ. مریخ یک سیاره عملا از جنس سنگ و فلزه و اورانوس میشه پاسخ الف، بس یه بی می نویسی. این خودش میدونه ما این نکته هم مطرح بشه، به ویژگی های از ستاره که معین میکنه چه عنصرهایی باید در آن ساخته شود، اندازه و دمای اونه. هرچی دما بیشتر، اندازه بیشتر باشه، عناصر با جرم بیشتر درونش تولید میشن. دما و اندازه، بس مورد سی هم کنار بخش ب بنویسید، به هم وصلشون کنید. پ
بیشترین فراوانی در سیاره مشتری مربوط به این عنصر، بیش از 90% سیاره مشتری از هیدروژن ساخته شده. پیدا کنید هیدروژن رو. F بیشترین درصد فراوانی در یک نمونه طبیعی لیتیوم، یادتون باشه میخواد اینجا شما رو بزنجه، لیتیوم دو تا ایزوتوپ داشت، لیتیوم 6 و لیتیوم 7. اونی که سنگین تر بود پایدارتر بود. چرا؟ چون فراوانیش بیشتر بود. چرا؟ چون نیم عمرش بیشتر بود. اینو باید بلد باشین. حالا من توی خلاصه هم براتون اینو دقیقاً آوردم، نگاه کنید. میگم خلاصه جامع یعنی این. کلاً هم 5 صفحه است بچه. ترجیحاً هم رنگی چاپش کنید که از همین زیباییش استفاده کنید. توی بحث ایزوتوپ ها، توی بحث ایزوتوپ ها توی صفحه اول اگه بیاین نگاه کنید. اینجا که در مورد ایزوتوپ ها نوشتم، پایداری رو نوشتم. Mg 24 از 26 بیشتره پایداریش، باز 25. در مورد لیتیوم هم دقیقاً نوشتم 7 از 6 بیشتره. پس میگم با خیال راحت بریم سر جلسه امتحان. ت میشه چی؟ لیتیوم 7. میبینید 6 هم داره داخلش. پس جلوی بند ت A رو مینویسیم. این شد از سوال اول. ما 4 نکته مهم یاد گرفتیم. بس دیدید این شکلی باشه. عین همین سوال ممکنه نیاد، ولی نکات همین سوال قطعاً بشه به جا خالی یا صحیح غلط مطرح میشه. میریم تو اسلاید بعدی. در مورد ایزوتوپ های هیدروژن و یه سری جاخالی مهم قراره با هم صحبت کنیم. بچه یکی از موارد مهم این بود که ایزوتوپ ها عدد جرمی متفاوت، یعنی تعداد نوترون متفاوت دارن، اما عدد اتمی یکسانی دارن. پس ویژگی های شیمیایی یکسان و ویژگی های فیزیکی متفاوتی دارن. کتاب درسی رو هیدروژن تاکید خیلی خاصی کرده. شما نکاتی که باید بدونید بچه، یک، از 7 ایزوتوپش 3 تاش طبیعیه، 4 تا بعدی ساختگیه. ترتیب پایداریش اینجوری نیست بگی 1 2 3 4 5 الی آخر، نه، 1 2 3 5 6 4 7 ترتیب پایداری و فراوانیشه. آقا چجوری بهش میرسن؟ میان بر اساس نیم عمر مرتبش میکنن ساختگی ها رو. اونی که نیم عمر بیشتری داره پایدارتره. پس ما روی 4 یه دونه استرس داریم عملا، یعنی باید بگیم 5 6 4 7. اون 4 رو ببریم بعد از ایزوتوپ شماره 6 قرار بدیم. حواستون هم باشه نوترون نداره، نوترون نداره، یه نوترون، دو نوترون، 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا. این بزرگواری که اینجا میبینید پایدارترین ساختگی ماست و این هم ناپایدارترین ایزوتوپ طبیعی ما. میگیم ناپایدارتر یعنی چی؟ یعنی رادیو ایزوتوپ اینجا بچه، یعنی بعد این مدتی جرمش کاهش پیدا میکنه، جرمه به انرژی تبدیل میشه. عناصر پرتوزا همچین ویژگی داشتن. الف، چه شباهت و چه تفاوت هایی میان این ایزوتوپ ها وجود دارد؟ گفتم نوترون هاشون متفاوت، الکترون هاشون برابر. زیاد ننویس توی برگت نوترون متفاوت. مهندس معلومه این؟ نه نه اجازه بده من مثلا بزرگش میکنم بخشو. الان معلومه نوترون متفاوت و پروتون و پروتون یکسان. در مورد خواصش هم گفتم. به میگه یک نمونه طبیعی، یعنی منظورش این ستای اول ها، حواست باشه، مخلوطی از چند ایزوتوپ؟ 3 ایزوتوپ که یکیش ناپایی داره. چرا؟ چون درصد فراوانیش ناچیزه. نیم عمر هر ایزوتوپ نشان میدهد که آن ایزوتوپ تا چه اندازه پایدار است. نیم عمر مدت زمانیه که صرف میشه تا یک ایزوتوپ نیمی از جرم خودش رو از دست بده. ترتیب پایداریش همینجا برات مینویسم که به معنی نکته داشته باشی. H 1 بزرگتر از H 2 بزرگتر از H 3 بزرگتر از H 5 H 6 H 4 و در انتها H 7 که ناپایدارترین ایزوتوپ ساختگی هیدروژنه. بچه این سوالمون تموم شد، یعنی هم بررسی کردیم ایزوتوپ های هیدروژن رو و هم پایداریش رو گفتیم، هم نکاتش رو گفتیم، هم نوترون هاش رو. دیگه از این چارچوب خارج نمیشه طراح، مطمئن باشین. اینجا بازم یه مدل سوال داریم که چند تا از کلمات رو به شما میده، میگه این جای خالی ها رو با این کلمات پر کنید. البته بعضی از این کلمات اضافی هن بچه، این همیشه
توی سوالات دیده میشه به خاطر اینکه میخوان شما شانسی جواب ندین. بریم ما هم بررسی کنیم. میگه بیشترین فراوانی در سیاره مشتری به ترتیب مربوط به عناصر هیدروژن و هلیومه. نوشتی خط بزن، هیدروژن، هلیوم. تکنسیوم بچه ها یه رادیوایزوتوپ بود که در تشخیص، نه درمان، در تشخیص بیماری تیروئید استفاده میشد. اندازه یونهای حاوی تکنسیوم با یون یودیدی که در تیروئید جذب میشه مشابه بود، یکسان نیستا. خود تکنسیوم هم اولین عنصر ساختگی توسط بشر در ریاکتور بوده، اولین عنصر ساختگی، و ان به پیش هم کمتر از 1.5، ولی با این حال باز هم پرتوزایه، بس نمیتونیم مقدار زیادی ازش تولید کنیم. پس تکنسیوم در ریاکتورها در طی واکنش های چی تولید میشه؟ هسته‌ای حذف میشه. فرایند افزایش تعداد ایزوتوپ UD235 در مخلوط طبیعی اورانیوم بهش میگیم غنیسازی. بچه دقت کنید، از دو ایزوتوپ مقدارهای متفاوت داریم. یه دونش برای ما فایده داره، ما میایم اون یه دونه رو طی یه فرایندی که فرایند پیچیده‌ایه، تقریبا طی فرایندی میایم مقدار اون رو در مخلوط طبیعی افزایش میدیم. یعنی اون چیزی که نمیخوایم میندازیم دور همش، بس مقدار این هی زیاد میشه، درصد این زیاد میشه. به این فرایند میگیم غنی سازی. حالا اورانیوم 235 کمتر از 0.7% فراوانی داره نسبت به UD238 و ما باید غنی سازیش کنیم که دانشمندای ایران هم به این دست پیدا کردن. بس فرایندش رو میگیم غنی سازی ایزوتوپی. اگر بگی که خیلی با کلاسی، ولی همین کافیه غنی سازی بگی، اینم خط میخوره. ته چی میگه؟ جا خالی به معنای تبدیل عناصر دیگر به تلاس کیمیاگری. بغل نویس کتابته. آقا بغل نویس هم اگه باید بخونیم؟ بله. اونایی که آیا میدانید نیست، اونایی که قرمز نیست، اون دایره کنارش رو حتما باید مطالعه بکنیم. سه، در اثر تبدیل 1 گرم ماده حذف شده. بچه این سوال سال پیشه و حذف شده، ولی بدونید ای مساوی ام سی دو همون رابطه انیشتینه که ای بر حسب ژول، سی بر حسب سرعت نور به توان 2 میشه 9 در 10 به توان 16، و ام هم جرم بر حسب کیلوگرم. آقای انیشتین میگفت جرمی که در اثر واکنش های هسته ای از بین میره، از بین نمیره، به انرژی تبدیل میشه. اصلا اساس کار انرژی هستی بر همین اساسه. بریم جیمو بررسی کنیم. ناپایدارترین ایزوتوپ طبیعی هیدروژن. نگاه کن چی داره میگه. ناپایدارترین ایزوتوپ طبیعی کدوم بود؟ H3O1. داره چند تا نوترونه؟ هم 2 باید بده هم 3 توی گزینه. نگاه، هم 2 رو داده هم 3 رو داده. خب 2 خط میخوره، 3 هم خط میخوره. 2 تا نوترون بیشتر نداره. چرا؟ چون این جمع نوترون پروتونشه، این فقط پروتونشه. میشه چند تا؟ 2 تا نوترون. حواست باشه سوتی ندی 3 بنویسی. حیف 2500 میپره. چه افزایش مقدار یون جا خالی در غده تیروئید امکان تصویر برداری را میدهد. چقدر باحاله. بعضی وقت تو سوالا جوری سوال مطرح میشه که یه بند میتونه بند دیگر کامل پاسخ بده. الان تکنسیوم اینجا داده توضیحشو گفتیم، بعد توی چه دوباره تکنسیوم ازت سوال میپرسه. تکنسیوم بود که در تصویر برداری غده تیروئید استفاده میشد. ما میدونیم گلوکوز نشاندار هم برای تشخیص تومور استفاده میشه، و اونم که برای سوخت بود. دانشمندانم به ایزوتوپ، دانشمندان ایرانی تونستن رادیوایزوتوپ تکنسیوم و فسفر رو به میزان زیاد تولید بکنن. اورانیوم هم که بهش دست پیدا کردن. پس این اسلاید تموم شد. بچه میبینید بس روند کار به این شکلی که من سعی میکنم جوری پوشش بدم که حتی مطالبی که حفظی هم هست و ذهن جا بیفته. بریم اسلاید بعدی. خب بازم جا خالی داریم. نخستین عنصری که در واکنشگاه هسته‌ای ساخته شد، خودتون بنویسین لطفاً. بگین یه لحظه، مکس میکنم. آها، تکنسیوم. با کلاس بنویسیم 9943. حفظ باشین لطفاً. که در تصویربرداری غده تیروئید در پزشکی کاربرد داره. تصویربرداری از غده تیروئید کامل بنویس.
به کتاب بسنده نکن، تو یکم بیشتر بنویس همیشه. اون چیزی که میدونی رو وارد برگه کن. شناخته شده ترین فلز پرتوزا بچه اورانیومه که اغلب به عنوان سوخت، اورانیومو به عنوان سوخت توی واکنش هسته‌ای و صنعت هسته‌ای به کار میبرن. پی در کشور ما رادیو ایزوتوپ های فسفر، اورانیوم و تکنسیوم تولید شده است. به گلوکوز حاوی اتم پرتوزا چی میگیم بچه ها؟ گلوکوز نشاندار. و برای تشخیص تومور یا سلول های سرطانی به کار میره. نگاه کنید بچه ها، بعض وقت وسواس شدید به خرج میدین که این عبارت رو بنویسین. اصلا اینطور نیست. من برگه‌ای که بیاد زیر دستم اگر منظور رو دانش آموز رسونده باشه، خب ماشین که داره تصحیح نمیکنه، انسان داره تصحیح میکنه، بس قطعا بهش نمره کامل داده میشه. ولی منظورتون رو برسونید حداقل، یعنی کلمات رو جوری مرتب کنید که نمره ازتون کسر نشه. بریم سوال بعدی رو هم بررسی کنیم. با توجه به شکل زیر که گلوکوز نشاندار رو داره داخل بدن انسان نشون میده، میگه نحوه عملکرد این رو در صنعت پزشکی توضیح بده. نگاه کنید بچه ها، گلوکوز نشاندار وقتی وارد بدن میشه، من توضیح میدم شما این رو بعد رو کاغذ بیارید. پس از ورود گلوکوز نشاندار به بدن، گلوکوز نشاندار در تمام بدن و تمام نواحی مشابه گلوکوز عادی جذب میشه. اینا نشاندارن تا اینجا اوکی. در ادامه سلول‌های سرطانی به دلیل مصرف بیش از حد گلوکوز، گلوکوز نشاندار بیشتری در کنار گلوکوزهای عادی را جذب می‌کنند. از طریق یک آشکارساز، محلی که گلوکوزهای نشاندار بیش از حد تجمع کردن تشخیص داده می‌شود و از این طریق محل دقیق تومور یا همون توده سرطانی یا سلول‌های سرطانی تشخیص داده می‌شود. چند مرحله داشت؟ ورودش، پخشش در کل بدن. سلول‌های سرطانی انرژی بیش از حد می‌گیرن، یه جا جمع میشن، آشکارساز اون رو شناسایی می‌کنه. این هم از این سوال بچه‌ها. یه آنالیز کلی بکنید بریم سوال بعدی. اینقدر که تست حل کردم میگم بریم تست بعدی، ولی بریم سوال بعدی. جدول زیرا کامل کنید. این به اونجایی وابسته است که دانش آموز من بدونه نوترون، پروتون، الکترون رو چجوری باید به دست بیاره. بازم اگه نگران شدی، یه درصد نگران شدی، بیا اینجا تو این خلاصه نگاه کن. بهت نمادشو گفتم، هر کدوم چی هستن رو گفتم، اون ساده ترین روش ها رو گفتم، بعد اومدم حتی فرمول تستی هم بهت گفتم که بتونی از این استفاده بکنی. البته این فرمول تستی رو میتونید توی امتحان تشریح هم استفاده کنید، نمره از اون کسر نمیشه. بچه بریم بررسی کنیم. بچه تو نمادش ما میدونیم این بخش عدد جرمی باید بیاد که جمع نوترون پروتونه، این بخش عدد اتمی بیاد که فقط پروتونه، و این هم بار یونه. وقتی میگه مثبت 3 یعنی 3 تا الکترون نسبت به حالت عادی، حالت خنثاش کمتر داره. آقا حالت خنثاش چیه؟ و عزیزم دقت کن، حالت خنثا یعنی اینکه تعداد الکترون ها و پروتون های هسته با هم برابر باشن. سوتی ندینا، دیالوگ همیشگی منه. ما وقتی میگیم مثبت و منفی، میگیم کاتیون یعنی مثبت، آنیون یعنی منفی، یعنی الکترون ها دارن جابجا میشن. دقت کنید، الکترون ها دارن میرن بیرون، الکترون ها دارن وارد اتم میشن. پروتون اگر تغییر کنه کلا ماهیت اتم تغییر میکنه. عزیزم توجه کن به این نکته. اینجا الان عدد اتمی رو بهت داده، چقدر؟ 26. سوال جالبیه. دانش آموز فکر میکنه دیتای سوال کمه، اتفاقا اینجوری نیست، کاملا میتونی سوال رو به راحتی جواب بدی. عدد اتمی 26ه، تعداد پروتونش هم بس 26ه، همون پروتون دیگه چه فرقی میکنه؟ نوترون رو بهت داده 30 تا، پروتون رو داده 26 تا. عدد جرمی چی بود؟ عدد جرمی یعنی نوترون به علاوه پروتون. 26 به علاوه 30 میشه 56. تعداد الکترون میشه پروتون منهای باریون. الان باریون چنده؟ مثبت 3. عینش رو جاگذاری کن، میشه 26 منهای 3 میشه 23 تا الکترون هم داره. بریم پایینی فسفر 3 بار منفی. بهت عدد جرمی رو داده، داخل نمادش بهت چی رو داده؟ پروتون ها رو داده. بس عدد اتمیش که 15ه، از طرفی تعداد پروتونش هم 15ه.
حالا تعداد نوترون رو بررسی کن. 31 منهای 15. آقا چرا 31 منهای 15؟ چون عدد جرمی جمع نوترون پروتون بود، تو الان پروتون رو داری. اگر از عدد جرمی پروتون رو کم کنی، تعداد نوترون یعنی 16 به دست میاد. از طرفی چی رو خواسته؟ الکترون هاش رو. میگی پروتون منهای باریون، منها ثابت بود، منفی ثابت بود، یعنی 15 منهای 3 که منفی در منفی مثبت، در نهایت حاصل الکترون میشه 18 تا. اینم از این سوال. به راحتی سوال حل شد. بازم مشابه بررسی نوترون پروتون الکترون رو من دارم، اصلا نگران نباشین، روش کار میکنیم. این سوال به سادگی حل شد. بریم سوال بعدی، سوال 4. سوال اسلاید 5 دومین سوالمون البته، چون من ترتیب سوالاتو کلا عوض کردم، بر اساس مبحث چیدم و اون چیزی تو ذهن خودم میکسش. بچه وقتی میگن تعداد الکترون و پروتون رو کلا حساب کنید، شما باید عدد اتمی رو داشته باشید. به عنوان مثال من سی های سه مثبت رو میخوام حساب کنم. کربن 6 عدد اتمیش، نوترون رو نخواسته، عدد جرمی نمیخوایم، از طرف دیگه هیدروژن هم 1 1، اینم عدد جرمیش 12. بچه این از چی ساخته شده به من میگین؟ یه دونه کربن، 3 تا هیدروژن و کل اینها هم یک بار مثبت داره، سوتی ندیا. الان کربن چند تا پروتون داره؟ 6 تا پروتون داره. خونسا وقتی باشه، فرض کن خونسا، یا سوتی نده، فرض کن خونسا، چون این مثبت واسه کل این ترکیبه، این مثبت واسه کل این ترکیبه، این منفی واسه کل این اتم هاست. الان اینجا 3 تا هیدروژن داری، هر هیدروژنت هم یه دونه پروتون داره، اینجا هم 3 تا پروتون داری. الان مجموعاً تو این ترکیب چند تا پروتون داریم؟ اینا رو با هم جمع بزنیم، 9 تا. آیا بار مثبت منفی رو پروتون تاثیر داره؟ خیر. اما الکترونمون بچه 3 تا پروتون داره، 3 تا الکترون هم داره دیگه، چون هر هیدروژن در حالت عادی یه دونه الکترون داره و 3 تا الکترون اینجا داریم، 6 تا الکترون هم اینجا داریم، چون بازم کربن ما خنثیه. اما الان شد 9 تا الکترون. بچه ها ما 9 تا الکترون در حالتی داریم که کل سی های سه من خونسا بشه. شما الان تصور کنید یکی از این الکترون ها کمه، یکیشون نیست. مثلا چند تا الکترون داریم؟ آقا چرا یکیشون نیست؟ چون یه بار مثبت داریم دیگه. پس الان ما چند تا الکترون داریم؟ بودو ببینم، 9 منهای 1 میشه 8. دقت کردی؟ این بار مثبت واسه کل اینا بودا، سوتی پوتی اینجا دیگه نداریم. هم سوال به راحتی حل شد. بقیه هم همینطوره. حالا آقا ما نداریم عدد اتمی، عدد جرمی N7 14 دیگه، چی رو می‌خوای؟ کربن که بهت دادم، هیدروژن هم دادم، به راحتی میتونی حلش کنی. بچهای کلاس من فقط بعداً دارین فیلمو می‌بینید، از خودتون بپرسین N4 مثبت اسم کدوم کاتیون بوده، ببینم یادتون هست یا نه. بریم سوال بعدی. سوال بعدی میگه در یونی از کروم، حواسا جمع، بازم ذرات زیر اتمی، در یونی از کروم 24 تا پروتون، 28 تا نوترون، 21 الکترون وجود داره. نمادش رو بنویسیم. بچه نماد نویسی چه شکلیه؟ باید همه چیز رو کامل بنویسیم. نماد کروم که سی آره و استثناء آرایش الکترونی هم بود دیگه، فکر کنم خاطرتون هست. الان من فرصت این رو دارم که تو این جلسات بهتون ترکیبی هم یک سری نکات رو توضیح بدم. کروم ما پس چی بود بچه ها؟ استثناء آرایش الکترونی و اصل آفبا هم بود، کاری نداریم. میگه 24 تا پروتون پایین بنویس. چند تا میگه نوترون داره؟ 28 تا. ما باید بیایم بگیم A میشه N به علاوه P، یعنی 24 به علاوه 28 که میشه 52. پس اجازه 52 بنویسی. نکته جالب اینه بچه ها، میگه 21 الکترون داریم ولی 24 تا پروتون داریم. دو تا راهکار داریم. یا استدلال بگه خب این باید 24 تا الکترون میداشت، الان که 21 داره یعنی 3 تا الکترونش کم شده، 3 تا کم شده یعنی باید اینو بنویسا رو برگت موقعی که میخوای حلش کنی، میشه 3 بار مثبت. اگر نمیخوای این کارو کنی، بگو الکترون مساوی پروتون منهای بار ایون، بار اینو بیار این ور، بس بار ایون شما میشه پروتون منهای الکترون. پروتون چنده؟ 24 تا. الکترون چنده؟ 21. میشه مثبت 3. بس بار این هم میشه مثبت 3. این میشه نماد نهایی شما، این میشه جواب شما.
ب خیلی مهمه برام بچه. پس سوال الف رو یه بار دیگه بررسی کنیم. پروتون، نوترون، الکترون رو داده بود بر اساس دیتایی که داشتیم. ما نماد کروم رو نوشتیم. بریم سراغ ب. میگه اختلاف شماره نوترون و پروتون. گفتیم نوترون پروتون داد همیشه NMN های P. برابر چقدره؟ 5. برای کدوم اتم؟ X59. میگه تعداد ذرات زیر اتمی عنصر X رو به دست آوری. بچه نگاه کنید اینجا معادله برین خیلی قشنگ تره. تستیشو نرو دیگه. یعنی بگو N به علاوه P شده چقدر؟ 59. این 59 دیگه. عدد اتمی مگه نمیخواد؟ تو پروتون رو نگه دار، کاری کن که تو این دستگاه شما، تو این معادله شما نوترون حذف بشه. کافیه بیای این بالایی رو ضرب دره، مثلا بالایی نه پایینی رو ضرب دره، یه دونه نه بالایی رو ضرب دره، منفی یک کنیم میشه منفی نوترون به علاوه پروتون، این همشه منهای 5. منفی در هر دو سمت اعمال میشه، نوترون با نوترون میره، میشه دو تا پروتون 59 منهای 5. چقدر میشه تهش؟ میشه 54. پروتون ما چقدر میشه؟ میشه 27. که بچه های ما دیگه حرفه‌ای هن، میدونن این عنصر کوبالته، تازه میدونن دو بار مثبت و سه بار مثبت میشه اگر بخواد کاتیون بشه، کاتیون های چند ظرفیتی. این دیتایی بود که انجا گرفتیم. نگاه کنید بچه، خیلی راحت خودش میگه نوترون پروتون اختلافش 5 تا نوشتم. از طرفی دیگه در مورد خود عنصر گفته عدد جرمی ما 59، یعنی N به علاوه P هم 59. نوشتیم دو معادله، بالایی رو ضرب در منفی 1 کردیم. آقا چرا پایینی رو ضرب در منفی 1 نکردی؟ یا اصلا آقا چرا اینا رو با هم جمع نکردی که دوتا نوترون من بشه مثلا 64؟ چون من نوترون رو که اینجا نمیخوام، من اینجا پروتون رو میخوام که سریع به جواب برسم دیگه، غیر اینه. حالا در ادامه مثلا پروتون رو به دست آوردم، الان دیگه نوترونم خیلی راحت تر به دست میاد. چیکار باید بکنم؟ بگم نوترون من 5 تا از پروتونم بیشتر بود دیگه، اینجا نوشتم. یعنی میشه 27 به علاوه 5 میشه چقدر؟ 32. الکترون منم هم همون 27 تا، چون خنثای اتمم. این میشه کلیات حل این سوال. تمام ذرات زیر اتمی رو با به دست آوردن پروتون مرتب کردیم. اینم از این. یه دونه بررسی بکنید. من این بررسی ها رو که میگم یه پاز ریز میتونید بزنید و ببینید که چه اتفاقی میفته. میرسیم به سوال اسلاید 7. بچه تو این اسلاید بررسی چی رو داریم؟ بررسی جدول تناوبی. جدول تناوبی توی 118 عنصر، 18 تا ستونه. ستون‌ها ویژگی‌های مشترک شیمیایی دارن. دوره‌ها جوری‌ان که هر عنصر سمت راست نسبت به عنصر سمت چپ یه دونه پروتون بیشتر داره و بر اساس پروتون داره هی جدول بناگذاری میشه توی یک دوره. نکته بعدی که داریم 18 تا گروه یا ستون داریم، 7 تا تناوب داریم. درون هر تناوبی که داریم حرکت میکنیم لایه‌های الکترونی ثابته. درون گروه‌های ما هم الکترون لایه ظرفیت در گروه‌های اصلی برای عناصر ما یکسانه، به غیر از هلیوم که با اینکه گروه 18 باید 8 تا الکترون داشته باشه، این سایر اعضا 2 تا الکترون تو لایه ظرفیتش داره. اگر این تیکه صحبتام رو متوجه نشدی، یعنی شما لایه ظرفیت رو درک نکردی، باید همراه من باشی. توی انتهای این بخش من در مورد الکترون های لایه ظرفیت حتما صحبت میکنم. کاری نداریم. بس ما یکی از ویژگی های مشترک عناصر یک گروه چی گفتیم؟ گفتیم که اینا خواص شیمیایی یکسان دارن اغلبشون. البته کتاب اینجا اینو نگفته، ولی اگه بدونید اگر این بشه مثلا دی سه بار منفی، ای ما هم میشه سه بار منفی. اگر ای من بشه 5 بار مثبت، بی من هم میشه 5 بار مثبت. اگر آی من واکنش پذیر نباشه، اف من هم واکنش پذیر نخواهد بود. بریم با هم بررسی کنیم. اینجا نباید بر اساس دیتای وارد شده خودت جواب بدی، باید بر اساس این جدول جواب بدی. مثلا تو بلدی عناصر گروه 16 همه میشن منفی 2، قبول حرفتا، اما من میگم جدول وقتی به داده از این جدول سوال پرسیده، تو نباید بگی من آقا میدونم مثلا اینی که 17 نوشته B میشه F منفی. نه، نیازی نیست این رو بیان کنی بگی من اینو بلدم، فقط در حد نیاز پاسخ بده. اگر C عنصری باشد، C عنصری باشد که تمایل به انجام واکنش نداشته باشد، پیش بینی کنید کدام عنصرهای موجود در جدول
مشابه با آن دارن رفتار میکنن. چرا؟ F و I جواب چیه؟ عناصر یک گروه یا ستون رفتار شیمیایی مشابهی دارند. خیلی بخوای اضافه توضیح بدی، گروه 18 گازهای نجیب هستن و طبیعتاً واکنش پذیر نباید باشن چون به آرایش تکمیل و پایدار خودشون رسیدن. به میگه اگر اتم ای در ترکیب با فلزها به یون ای منفی تبدیل شود، کدام عنصرهای موجود در جدول رفتار مشابه با آن دارن؟ ای منفی، اچ منفی، بی منفی. عناصر همگروه چون تو یک گروه هن و باز هم خواص شیمیایی مشابه دارن. حتی الکترون لایه ظرفیت هم میتونی اینجا اضافه کنی، مشکلی از این جهت نداره چون الکترون های ظرفیتی یکسان دارن و با گرفتن الکترون ها به آرایش گاز نجیبه بعد خودشون میرسن. موقعیت دوره و گروه عنصرهای بی و دی رو تعیین کنید. خب عنصر بی گروه چنده؟ ببین دیگه، بی گروه چنده؟ گروه 17. دوره چنده؟ دوره 2. من بی اول نمیشم، ببخشید، این بیه، این دیه. دی چطور بچا؟ من پاکش کنم اشتباه نشه. دی چطور؟ دی دوره 3 گروه 16 جدول که دیگه میدونید فکر کنم همتون سلنیومه، گوگرده و پایینش هم سلنیومه. این هم از این. پس این بخشی بود از کتاب که نیاز به دست آوردن دوره گروه نداشتیم. بعید میدونم شبیه این سوال بیاد، ولی میتونه یکی از بخش‌های یک سوال باشه، یعنی خود سوال اصلی برای امتحان نباشه. برسیم بچه‌ها به بخشی که در مورد طیف نشریه خطی باید صحبت کنیم. من چرا یهو از این بحث پریدم روی طیف نشریه خطی؟ یعنی من استکیومتری رو الان جا انداختم، ایمی رو جا انداختم، جرمت و میانگینم نگفتم چون قرار مفصل توی پارت آخر کلاس در مورد صحبت کنم. زمان داشته باشم بچه هایی که دوست دارن نمره خوب بگیرن برن سراغش. من از الان بهتون بگم جرم اتمی میانگین استوکیومتری 6 الی 7 نمره امتحان شما رو تشکیل میده. حالا کسایی که میخواین نمره رو بگیرن میرن سراغ بخش آخر، کسایی که نمیخوان بگیرن طبیعتا نمیبینن. واقعا هیچ اجباری برای دیدن این کل این ویدیوها نیست، میتونید بخشی رو ببینید، ولی اگر همه رو ببینید مطمئنا تاثیرگذاری خیلی بالایی داره. میگه از بین عبارت های زیر چند مورد در ارتباط با آزمایش شعله، همون آزمایشی بود که برمی‌داشتیم، محلول نمک ها یا ترکیب های یونی سه فلز معروف مس، لیتیوم و سدیم رو روی یک شعله می‌ریختیم، رنگی میشد، از طریق رنگش تشخیص میدادیم. الف برای شناسایی یک فلز مجهول کاربرد دارد. بله کاملا درسته، دلش این بود که نمک اون فلز مشابه همون فلز میتونه شعله رو به همون رنگ فلز اصلی من در بیاره. مثلا اگر شعله در اثر یک ترکیب یونی به رنگ سبز در بیاد، نشون میده که ما عنصر سدیم داخل اون ترکیب داریم. قاطعیت نداره، قاطعانه اگر من میآوردم تو این بند غلط میشد، ولی الان درسته. لیتیوم و سدیم و مس به ترتیب رنگ شعله قرمز، زرد و سبز دارن. بله این هم درسته. هی برای آزمایش شعله یک عنصر میتوان از نمک آن استفاده کرد؟ بله کاملا درسته. البته در مورد الف بازم یه بحثی دارم، انتهای صحبتم انجام میدم. در آزمایش شعله اگر نمونه به کار برده شده خلوص بالایی نداشته باشه، رنگ شعله عنصر مورد نظر مطلوب نخواهد بود. این هم درسته بچه، هر چهار مورد درست میشه. شک نکنید اینجا کلا وقتی همچین مواردی دیدین شک نکنید، میگم آقا چرا چهار مورد درست شد؟ جوری سوالو چیدیم چهار مورد درست بشه، هیچ مشکلی نداره. در مورد مورد الف ما یک بحثی که داریم اینه که یکی از روش‌های اولیه شناسایی، ممکنه دو فلز رنگ شعله یکسانی داشته باشن، اما این طبق کتاب درسی شما برای شما درست میشه. چرا؟ به خاطر اینکه کتاب درسی سه تا رو معرفی کرده، تا این سال بعد بشه 5 تا رنگ شعله. دیگه شما فکر نکنم کار عجیب و غریبی در پیش داشته باشیم و همین رو باید بپذیریم. بریم سراغ سوال بعدی. سوال بعدی داره طیف نشریه خطی میگه. طیف نشریه خطی چی بود بچه‌ها؟ می اومدیم میگفتیم یه عنصر رو ملتهب میکنیم، انرژی میگیره، الکترون‌ها میپرن لایه‌های بالا، در اثر اومدن به لایه‌های پایین‌تر از خودشون انرژی نشر میکنن، پرتو نشر میکنن. این پرتو رو اگه از این منشور عبور بدیم، بخش مرئیش جدا میشه و روی یک صفحه سفیدی، حالا اینجا سیاه رنگ، اینجا سفید رنگه ولی در اصل سیاه رنگه، یه سری خطوط رنگی میندازه
که اینها تو طول موج‌های خاص ظاهر میشن و ما بر همین اساس میایم شناسایی میکنیم. ما یه نمونه مجهول داریم، میگه عنصر مس و منگنز و تیتانیوم توش وجود داره، طیف نشریه کلو بگین. اینجا چیکار میکنید؟ میایین دقیقاً زیرش یه باکس میکشین، بعد میان تمام خطوط رو اینجوری با خط چین وصل میکنید، این یه خط دقیقاً زیرش بچه، این دو خط، این سه خط، اینجا چهار خط، این وسط اینا سی خط دیگه میشه پنج خط، شیش خط، این سه تا میشه بازم سه تا خط این ور، یه خط اینجا، یه خط اینجا و یه خط اینجا. یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش، هفت، هشت، نو، ده، یازده، دوازده تا خط داریم ما اینجا. آقا چرا هیچ کدوم از این خطا با هم ادغام نشد؟ بچه نگاه کنید، زمانی خطوط با هم ادغام میشه، زمانی خطوط ادغام میشه که اینا دقیقا رو هم بیافتن. اینجا نگاه کنید کم، این دقیقا رو هم نیست، این اگر رو هم میافتن میشد یه خط، ولی وقتی الان این ستا رو با هم یکی کنی به این نتیجه نهایی میرسید. شما همینو مینویسی و کافیه. دلیل اگر ازت پرسید میگی یک عنصر وقتی مخلوطی از یک ترکیب وقتی مخلوطی از چند عنصره، طبیعتا طیف خطی نشریه خطیش، طیف نشریه خطیش مجموع طیف نشریه خطی عناصر سازندش میشه. مثلا یکی از روش‌های شناسایی همینه. مثلا این موقع بهت یه دونه گستره طیفی میدن، میگن این خطوطشه، حالا از این خطوط تو بگو کدوم یکی از این عناصر مثلا تو این نمونه وجود داره. اون وقت تو همه این خطا رو نداری، بخش از این خط رو برات حذف میکنن. بچه یادتون باشه طیف نشری فقط به من داره تو نایه مرئی جواب میده، ولی زمان جذب و نشر انرژی، ما انرژیامون تو نایه غیر از مرئی هم نشر میشه که جلوتر در موردش صحبت میکنیم و من توی خلاصه کامل در مورد این صحبت کردم. بچه اینم بس از این بحث مهم و جالب طیف نشری خطی. میبینید رنج سوالات سوالای سختی نیستن، فقط بگم دقت کنید. سوال بعدی بچه خیلی مهمه، بعید نیست تو امتحانتون حتما بیاد. میگه اگر انتقال الکترون از N6 به 3، رمز ما این بودی که بچه 6 به 5، 6 به 4، 6 به 3، 6 به 2، این رنگش بنفش بود، حالا بعضی میگن آبی، نیلی، 4 رو مهم نیست، شما بگین آبی، 3 سبز، 6 به 2 هم حالا سرخ، نارنجی، هر چی گفتی قبول سرخ. حالا میگه انتقال و ما میدونیم اینا به نسبت گپشون، به نسبت فاصله شون انرژی آزاد میکنه. یعنی چی؟ این اگه لایه دوم باشه، این لایه سومه، هی داره فاصله لایه کم میشه، این لایه چهارمه، این لایه پنجمه و لایه ششم هم اینجاست. هرچی فاصله بیشتر باشه، فاصله بین اینها بیشتر باشه، انرژیشون میره بالا. بچه ما میدونیم اون طیف کتابتون، طیف کتاب درسیتون طیف کتاب درسیتون که اینجاست، با چند تا نکته میتونی بهتر کنی طیف. وقتی میری به سمت پرتوهای گاما انرژی زیاد میشه و انرژی معادل همچین چیزی و هر برخورد این مداد به این سطح و هر صدایی که میشنوی یه دونه از این قله هاست و فاصله بین دو قله طول موجته. دقت کن، زمان که انرژیم کمه، آها، طول موجم زیاد است، فاصله بین موج ها زیاده. زمانی که انرژیم زیاده، فاصله بین این طول موج های داره کم و کمتر میشه. این هم از دقت کن، حفظ کردنش هم اینجوریه دیگه، تو این رنگا رو باید بلد باشی، حفظ باید بکنی. بالاتر از بنفش بریم میشه فرا بنفش، پایین تر از قرمز میشه فروسر. یادت باشه اگر نور سفید وارد منشور بشه، شکست اونی که پر انرژی تره بیشتره. یعنی تو رنگین کمان بنفش این پایینه، توی شکستش تو منشور هم بنفش پایینه، قرمز بالاه. نگاه کنید اینجا رو، خلاصم کامل اینو توضیح دادم اینجا. حالا که ما اینو میدونیم، پس هر چقدر فاصله بیشتر باشه، اگر تو نایه مرئی طیف من ظاهر شده باشه،
رنگش میره سمت رنگ‌های پر انرژی تر. نگاه کنید الان انتقال 6 به 2 بیشترین رو داره، یعنی 6 به 2 بیشترین انرژی رنگ رو داره. که من وارون اصلا نوشتم بچه، عذر میخوام، خوب شد یادم اومد، من وارون نوشتم کلا، از این ور بعد نوشتم. 6 به 2 ما میشد بنفش، آبی، سبز، نارنجی یا سرخ. که 6 به 2 من چون بیشترین فاصله، نگاه کنید بچه چقدر نکته جالبی الان یاد گرفتین همینجا. حفظ کردنش فایده نداره، اگر تو حفظ کنی یه لحظه میتونی اشتباه کنی، اصلا یادت بره توی حل سوالات اینوری بود یا اونوری بود. ولی نگاه کن وقتی من رفتم شکل رو بررسی کردم، اینو کشیدم، بعدم ای 6 به 2 الان باید بیشتر انرژی داشته باشه، فهمیدم توی نوشتنم یه اشتباه لپی کردم. یعنی همیشه یاد گرفتن مفهوم بهت کمک میکنه. حالا کاری نداریم، 6 به 2 بیشترین انرژی چون بیشترین فاصله و رنگ پر انرژی تر هم داره، یعنی بنفش. آقا سرخ پر انرژیه که بچه، اون عامیانه است. توی طیف وقتی داری صحبت میکنی هر چی به سمت بنفش میری یا به سمت فرا بنفش میری انرژیش بیشتره. حالا این میگه N 6 به 3 در عنصری پرتوی با طول موج اینقدر منتشر میکنه، هیدروژن هم نداده، 6 به 3 یعنی این تیک، این 6 به 3. میگه نور نشت شده از انتقال N 5 به 3 یعنی این 5 به 3 یعنی این تیکه، میگه این تو کدوم طول موج داره میشه. بچه الان به نظرتون 6 به 3 باید پر انرژی تر باشه یا 5 به 3؟ قطعا 6 به 3 پر انرژی تره. یادتون باشه انرژی با طول موج رابطه عکس داره. یعنی وقتی ایشون 415 نانومتر میشه طول موجش و پر انرژی، اونی که کم انرژی تره باید طول موجش چی بشه؟ باید بیشتر باشه. نگاه کنید بچه، هرچی فاصله کمتر طول موج بیشتر، انرژی کمتر. هرچی فاصله بیشتر انرژی بیشتر و طول موج کمتر. الان بررسی کن تو بین این گزینه‌های شما کدوم یکی از این طول موج‌ها طول موج بیشتری هستن؟ 465. دلیلش هم چی بود؟ به خاطر اینکه فاصله بین لایه‌ها در انتقال 5 به 3 نسبت به انتقال 6 به 3 کمتره و هرچه فاصله کمتر انرژی آزاد شده کمتر یا انرژی نشت شده توسط الکترون کمتر و طول موج بیشتری داره. از اونجایی هم که طول موج با انرژی رابطه عکسی داره. اکثر اینم از این. بریم سراغ ادامه بحثمون. گزینه مناسب رو انتخاب کنید بچه‌ها. اینو سریع میتونیم بهش جواب بدیم، نکته خاصی نداره. در طیف نشریه خطی کدام عنصر نوار زرد رنگ وجود ندارد؟ حالا اینجا خیلی مهمه، میگه توی طیف نشریه خطی کدام عنصر نوار زرد رنگ وجود نداره. بچه سدیم تک نوار زرد داشت. یکم دقت کنید، اینو الان بهتون گفتم رنگاشو دیگه. هلیوم نوار زرد داشت، لیتیوم نوار زرد داشت. تنها عنصری که نوار زرد رنگ نداره هیدروژنه، که میبینی اصلا زرد ما نمیبینیم. ولی فرض کن تو اینم نمیدونستی، میری تو خلاصه کجا؟ صفحه 2 میای، باش صفحه 3 میای، اینجا نگه این سه تا زرد داره، این بزرگوار هیچ طیف زردی نداره، به همین سادگی. خب بعدی میگه دمای شعله با کدام رنگ، هرچی انرژی بیشتر، انرژی سمت بنفش بیشتر بود، میری سمت رنگ بنفش، عملا باید انرژیت بیشتر بشه. آبی دیگه برادر بنفشه دیگه، میزنیم میره پی کارش. انرژی کدام یکی از گزینه‌های زیر از پرتوی فروسرخ کمتر است؟ باید از فروسرخ پایین تر یکم میای مایکروویو، ریز موج، بعد امواج رادیوییه. ببینید کدومو داریم؟ موجهای رادیویی. من به بچه ها گفتم بچه یادتون باشه مرئی فرا بنفش، اینجا بنفشو داریم دیگه، اینجا فرا بنفش یووی، بعد بگیم ایکس ایگرگ، تموم شد. که این پرتوی ایکسه و اینم پرتوی گاماه، گاما شبیه ایگرگ نوشته میشه.
ترتیب انرژی پرتو اون طیف رو میخوام به جور دیگه یاد بدم، رمز بذاری که مثلا x از y طول موج بیشتری داره، این طول موج، ترتیب طول موج بهت دادم، ترتیب انرژی عکسشه، انرژی این شکلیه، گاما اشعه کیهانی پر انرژیه. از اون ور میای سمت امواج رادیویی، طول موج زیاد میشه اما در عوض انرژی خیلی کم میشه. اینا با هم رابطه عکس دارن بچه. انرژی شعله ترکیبات، انرژی شعله ترکیبات کدام عنصر از سایرین بیشتر است؟ چی میگه؟ انرژی شعله داره میگه بچه. انرژی شعله، برای اینکه در موردش صحبت بکنیم باید در مورد واکنش پذیری هم کمی اطلاعات داشته باشیم، ولی حالا اینجا ما نئون رو میذاریم کنار. نئون زرد رنگ، میدونیم عین چین سدیم، این دو تا بس زردن، چون شبیه همان نمیتونن جواب درست ما باشن، باید بگردیم دنبال رنگی که یه مقدار پر انرژی تره. بین لیتیوم و مس بچ، لیتیوم سبز رنگه، از طرف دیگه لیتیوم هم سرخ رنگ، کدوم یکی از اینا انرژی بیشتری داره؟ باشه طیف رو یه بار دیگه بیارم براتون، طیف رو نگاه کنید، زرد، سبز، آبی. سبز سمت پر انرژی تره، بس من میتونم بگم اینجا رنگ سبز عملا میتونه پر انرژی ترین رنگ شعله رو بده. منظورش اینه رنگ شعله ای که داد، و حالا بیا بگو کدوم رنگ پر انرژی تره، طول موج کمتری داره. اینم از این بحث، خیلی راحت روش کار کردیم. بریم سوال بعدی. بچه من یکم دور رو تندش کنم، از مهندس میگم چقدر زمان رفته تا حالا؟ 45 دقیقه. من قرار بود 1 ساعت رو دیگه نمیدونم تمومش کنیم اینو، چون میخوام سریع جمعش کنید. یه مدت توضیحات گیر میکنیم، من حس میکنم که بعضی از بچه‌ها شاید خدایی نکرده خوب نخوندن، یکم تقل زدن بر بدن این مدت، الان میرن حضوری مقدار اذیت میشن، میخوام جمعش کنم دیگه. خودتون باید فکر کنم درک کرده باشین این موضوع. یه دونه انتخابی داریم، گزینه‌های انتخابی، دقت کنید. اتم‌های برانگیخته، اصلا اتم برانگیخته چیه بچه‌ها؟ نگاه کنید، این حالت پایه است، این حالت برانگیخته است، الکترون سر جاش نشسته، انرژی بهش میزنی میپره بالا، اینجا که میپره بالا ناپایداره، دوست داره دوباره برگرده به حالت پایه، ولی موقعی که میخواد از این بالا برگرده به این پایین یه پرتوی نشت میکنه که بهش میگن آسایش تابشی. راحت ترین شیوه رسیدن به پایداری برای این الکترون چیه؟ آزاد کردن نشر نور، یا آزاد کردن نور، یا آسایش نوری بهش میگن. کاری نداریم، اتم های برانگیخته از پر انرژی هن دیگه، کلی انرژی گرفتن و ناپایدارن. به تو همین گفتم از این رو تمایل دارن با از دست دادن انرژی به حالت پایدارتر. اونی که پر انرژی تره ناپایدارتر، آسوتی ندیا. تو وقتی داری میدوی انرژیت زیاده، ناپایداری، بخوری به یه جایی سری پرت میشین من اون ور، ولی زمانی که وایسادی پایداری، حواست باشه. تو داری میدوی، دوست داری چه اتفاقی برات بیفته؟ دوست داری وایسی یکم استراحت کنی. این نشون میده که دوست داره برگرده به حالت پایه. از آنجا که نشر نور جذب گرفتن انرژیه، مناسب ترین شیوه برای از دست دادن انرژی است، الکترون هنگام بازگشت به حالت پایه نوری با طول موج برابر یا معین، طول موج معین نشر میکنن. حله؟ شکل زیر چند انتقال الکترونی اتم هیدروژن ها نشان میدهد بچه. بریم ببینیم چی میخواد سوال، من اینکم بزرگش کنم که راحت تر ببینیم. سرعت بدیم، من سرعت میدم میترسم یه لحظه توی حرف و توپق اینا بیفته، به خاطر همین یه دورایی عجیبیه، ولی سعی میکنم که سریع ترجمهش کنم. شکل زیر چند انتقال الکترونی اتم هیدروژن ها نشان میدهد طول موج انتقال دو، طول موج انتقال دو بیشتر است یا انتقال چهار؟ بچه این دوه، این چهاره. خب وجب بزن، چهار بیشتره یا دو؟ قطعا انتقال چهار انرژی بیشتری داره، بس ایه چهار از ایه دو بزرگتره، اما لاندای چهار یا طول موج چهار از طول موج دو کوچیکتره، به خاطر اینکه فاصله بین لایه ها توی انتقال چهار بیشتر از انتقال دوه. انرژی لایه چهار، یعنی انرژی انتقال چهار از انرژی انتقال دو
بیشتر به همین دلیل 4 پر انرژی تر کم طول موج تر 2 کم انرژی تر پر طول موج تر طول موج بیشتر. میگه کدام انتقال ها خط رنگی در نایه مرئی طیف الکترومغناطیسی ایجاد میکنند؟ هیدروژن دیگه بچه ها. نگاه کنید انتقال، یادتون باشه انتقالاتی که ما داریم باید طبق الگوی چی باشن؟ اون طیف خطی نشتی باشن. ما توی اون الگو اصلا انتقال از 4 نداشتیم، انتقال به 1 نداشتیم اگر خاطرتون باشه، ما همچنین انتقال نداشتیم. تنها انتقال هایی که الان اینجا میتونیم در موردش بررسی کنیم یکی انتقاله 3 به 2، یکی انتقال 4 به 2. دو تا از این انتقال ها عملا توی ناحیه مرئی ظاهر میشدن. یادت باشه انتقال 4 به 1 عملا در ناحیه فرابنفس ظاهر میشه. چرا؟ چون هر انتقالی به 1 در ناحیه فرابنفس ظاهر میشه یا انرژی های بالاتر. چرا آقا اینو انتخاب نکردیم؟ چون این همون هم عرض 4 دیگه، اگه دقت کنید 1 هم عرض 4ه. خاطر انتخابش نکردم. بچه‌ها تو اون شکل اول بنفش بود، بعد آبی بود، بعد سبز بود، بعد هم قرمز، سرخ، نارنجی، هر چی گفتی قبول. چرا؟ به خاطر اینکه طبق طیف خطی نشی انرژیشون در نایه مرئی قرار میگیره. جواب چراش خیلی آسونه، تو بتونی تشخیص بدی اینو کافیه. در مورد این هم باز هم خلاصه، توی خلاصه کامل اینو ذکرش کردم، نگران نباشین، داریم اینو اینجا. هم میگه انتقال الکترون در شکل بالا را میتوان به کدام تصویر زیر نسبت داد؟ انتقال الکترون در شکل بالا، فکر کنم همین شکل منظورش، این شکل. بچه نگاه کنیم، ما دو تا تصویر بهمون داده. یکی انتقال کوانتومی یا پیمانه‌ای داره. یعنی چی؟ یعنی هر کدوم از این پله‌ها سطح انرژی معینی دارن. یکیش نه، تو کل این سطح ما میتونیم هر بخش انرژی رو بپذیریم. یعنی اینجا انرژی پیمانه‌ای یا کوانتومیه، اینجا غیر پیمانه‌ایه. پیمانه‌ای بودن یعنی چی؟ یعنی 0 و 1 بودن، 1 و 2 بودن. البته 0 برای معنی نمیده، اما من الان بخوام از این پله برم بالا، مثلا یه پله اینجا باشه، یا رو پله اول باید وایسم یا رو پله دوم، بینابینشون نمیتونم وایسم. الکترون هم همین شکلی هن. اگر حرکت کنن حرکت کنن حرکت کنن، باید برم به اون پله بالاتر برسن به اون انرژی تا بتونن رو پله قرار بگیرن. اگر کمتر از اون انرژی بگیرن رو پله قرار نمیگیرن و عملا اون انتقال اتفاق نمیفته. بس ما میگیم عملا الکترون ها به شکل کوانتومی یا پیمانه ای دارن انرژی مبادله میکنن، که اینجا هم طبق همین تصویر داریم اینو میبینیم. بچه حواستون باشه این انتقال 1 رو شما نمیتونید نشر در نظر بگیرید چون انرژی داره جذب میشه. بریم سوال بعدی. به پرسش های زیر پاسخ دهید. تقریبا همه رو جواب دادیم. حالت پایه، حالتی که بیشتر مواقع الکترون در آن حضور داره و پایدارترین حالت از لحاظ انرژی برای الکترون. چرا الکترون ها در حالت برانگیخته ناپایدارن؟ چون پر انرژی هن، انرژی زیادی دارن و دوست دارن دوباره به حالت پایه برگردن. پر انرژی بودنشون و ناپایدار بودنشون دلیل خوبی میتونه باشه. چرا هر عنصر طیف نشتی خطی منحصر به فردی داره؟ به خاطر انتقالات الکترون منحصر به فرد. 1 2 برای تعداد الکترون های متفاوت، 3 هسته با جاذبه متفاوت. این 3 دلیل باعث میشن که ما طیف خطی نشتی متفاوت داشته باشیم. البته این سوال یکم فراتر از کتاب درسیه، برای بچه تیزوشان میتونه مطرح بشه. این دقیقا اشکال نظری بور بود دیگه. بور این موارد رو در نظر نگرفته بود، به خاطر همین نمیتونست طیف نشتی خطی سایر اتم ها به غیر از هیدروژن رو به خوبی توجیه بکنه. بریم سوال بعدی. رسیدیم به اصل آفا بچه ها. این شکلی که میبینید ترتیب پر شدن الکترون ها در زیر لایه است. ما میدونیم زیر لایه ها بر اساس N به علاوه L مرتب میشه. آقا N چیه؟ L چیه؟ بیاین اینجا بچه ها لطفا یه لحظه توی خلاصه.
برشون گذاشته بودم اینجا. یه قدم سعی کردم با کیفیت بگیریم چاپ بگم. بچه نگاه کنید، این اتمه، هر اتم از این سری لایه‌ها تشکیل شده که با عدد کوانتومی اصلی یا n نشون داده میشه، 1 2 3 4. زیرش براتون ماکسیمم گنجایش هر لایه رو نوشتم و بچه‌ها درون هر لایه به تعداد شماره nش زیر لایه وجود داره. زیر لایه‌ها اجزایی هستن ریستر درون لایه‌های ما. زیر لایه‌ای که تو لایه اول s، تو لایه دوم s و p، تو لایه سوم s p d، تو لایه چهارم s p d f. ما برای که آدرس زیر لایه‌ها رو گم نکنیم قبلشون شماره لایه‌ش هم میاریم. مثلا به این میگیم 1s، به این میگیم 3s، مثلا به این میگیم 4d، به این میگیم 3d. که قبل اینکه اصلا اون زیر لایه بیاد ما میایم شماره لایه‌ش هم می‌نویسیم که گم نکنیم. خب بچه‌ها هر کدوم از این زیر لایه ال مشخص هم دارن. ال عدد کوانتومی فرعیه که عملا میاد مشخص میکنه زیر لایه من چه شکلی داره. یعنی هر کدوم از این نمادها هم یه عددی براشون معین میشه که اون عدد این شکلی. اگر S باشه به جای Lش میتونی 0 بذاری، اگر P باشه به جای Lش میتونی 1 بذاری، اگر D باشه میتونی 2 بذاری. ماکسیموم گنجایشش هم من براتون اینجا کامل مشخص کردم. این کل داستان آرایش الکترونی طبق مدل کوانتومی بود. حالا میخواییم بریم پر شدنش رو ببینیم. بچه این روندی که میبینید متناسب با N به علاوه L. من مثال میزنم، یه 4S مثال میزنم، یه 3D. خب 3D N به علاوه Lش من گفته بودم LD چنده؟ 2. تو اون جدول همین الان بررسی کردیم. N چنده؟ 3. 3 به علاوه 2 میشه 5. از طرفی 4 به علاوه 0 میشه 4. آقا چرا 4 به علاوه 0؟ چون L مربوط به زیر لایه S 0 دیگه. الان کدوم یکی N به علاوه L بیشتری داره؟ 3D. خب 3D دیرتر پر میشه. N به علاوه L کمتر، انرژی کمتر، زودتر پر میشه. آقا اگر دو تا N به علاوه L یکسان داشتن چی؟ در صورت یکسان بودنشون اونی که N کمتر داره انرژی کمتر داره. حواست باشه. بیا اینجا الان میخوایم پرش کنیم. ترتیبش هم من توی همون خلاصه آوردم، 1S 2S 2P 3S 3P 4S 3D 4P. تا همینجا بسته. به علاوه باریوم و یود 1S 2S، بعد میره بالا میشه چی؟ 2P. اینجا میاد میشه 3S، اینجا میشه 3P، اینجا میشه 4S، اینجا میشه 3D. تا همینجا بلد باشی کافیه برات. میگه فقط X و Y و Z رو نشون بده. همین میخواد ببینه حفظی زیر لایه ها رو یا نه. بریم سوال بعدی. میگه جدول زیر را کامل کنید. بچه یکم جدی تر میشه سوالش. عدد کوانتومی اصلی بهت داده، حد اکثر گنجایشش گفتم از رابطه 2 n به توان 2 به دست میاد. یه بار به جای n بذار 1، 1 به توان 2 ضرب در 2 میشه 2. یه بار بذار 2، 2 به توان 2 میشه 4، در 2 میشه 8. گفتم به تعداد nش زیر لایه داره. n مساوی 1، فقط یه دونه زیر لایه داره، 1s. n به علاوه lش چقدر بچه‌ها؟ 1 به علاوه 0 میشه 1 دیگه. ls 0. n بغلیش هم که یک دیگه. بهتون گفتم این عدد بغلی آدرس لایه‌ای که زیر لایه درش حضور داره رو نشون میده. جلوی پیما تئو داریم. میگه نماد زیر لایه‌هایی که داره چیه؟ یکی 2s، یکی 2p. خب n به علاوه l 2s میشه 2 به علاوه 0. n به علاوه 2p میشه 2 به علاوه 1. یکی میشه 3، یکی میشه 2. و به همین سادگی سوال حل میشه دیگه. اون الا رو باید حفظ کنی، زیر لایه رو باید حفظ کنی. نه حفظیه، تو خلاصه اومده، حتما ازش استفاده کن. سراغ سوال بعدی. میگه با توجه به آرایش الکترونی زیر به پرسش ها پاسخ دهید. این آرایش الکترونی فشرده است که کامل توی این بخش از جزء ما توضیح دادیم. حالا بریم ببینید فشردش هم توضیح دادم چجوری بنویسیم. ولی خودم دوباره موقع کشیدن آرایش الکترونی چند مثال میزنم. مثلا به عنوان مثال اگر بخوای Fe26 رو رسم کنی میشه 1s2 2s2. اول میگی 26 تا الکترون داره چون 26 تا پروتون داره و خنثی. میگی 2s2 2p6، الان 10 تا الکترون پر شد. میگی 3s2 12 تا الکترون پر شد. میگی 3p6
18 تا پر شد، هنوز جا داریم، ولی 8 الکترون دیگه داریم. بعد سپی 4 اس بود، آخرش 2 تا جا میشد توی اس، بازم 6 تا دیگه داریم، آخرش میشه 3 دی 6. این روش کشیدن آرایش الکترونی. مثلا برای کروم یه استثنایی که داره این شکلی. بعد بچه دقت کنید، ما از اینجا تا اینجا رو میتونیم بگیم 18 تا الکترون داریم. به جای 18 الکترون میتونیم نماد 18 الکترونی جدول، یعنی آرگون رو بنویسیم. به این میگیم آرایش الکترونی فشرده. مثلا برای کروم میتونیم بگیم آرگون 3D 4 4S. این غلطه بچه. چرا غلطه؟ چون کروم استثنا بود، طبق اصل آفبا رفتار نمیکنه. باید بگی 4S 1 3D 5. یا مثلا مس عین همینه میشه 3D 10 4S. این دو تا رو باید حفظ کنید عزیزان من. حفظ کنید و تو ذهن داشته باشین. حالا ما یه سری عناصر داریم، میگه کدام عنصرها همگروهن بچه‌ها. در مورد گروه ها هم خیلی کار راحتی داریم، فقط باید ببینیم که آخرین زیرلایش چیه. بچه‌ها این آخرین زیرلایش S، این P، این S، این S، اینم P. این دوتا P هن بچه‌ها، دقت کنید. اونایی که P هستن 12 رو باید به علاوه تعداد الکترون های زیرلایه پیشون بکنید تا گروهشون به دست بیاد. آقا یعنی چی؟ الان دقت کن، کافی 12 رو به علاوه 4 بکنی که میشه 16، یعنی گروه 16. اینجا هم بیایی 12 رو به علاوه 4 کنی، یعنی گروه اینم 16. پس سی و دی هم گروه هن. تا اینجا اینو فهمیدیم. از طرف اونایی که اس دارن، اس ها رو حواست باشه. اونایی که قبلشون دی نداریم، یعنی دی داشته باشیم اوضاع خراب میشه. اونایی که دی نداریم هم عضو یه خانوادن، عضو دسته اسن. دیدین بچه اونایی که به پی ختم میشدن یه حالت داشتن، عضو دسته پی بودن و ما کافی بود که 12 رو به علاوه تعداد الکترون های زیرلایه پیشون بکنیم. اما در مورد بحث اونهایی که به اس ختم میشن، یا قبلش دی میبینی یا نمیبینی. اگه قبلش دی 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 که میشه دسته دی، اگر دی ندیدی میشه دسته اس. حالا که ما فهمیدیم عنصر A و عنصر B عضو دسته اسن، میفهمیم چطور باید بیایم الکترون‌هاشون رو به دست گروهشون رو به دست بیاریم. گروه اونها کافیه که الکترون‌های اس رو بررسی کنی، اگر با هم برابر بودن یعنی هم گروهن. الان علاوه بر اینها A و B هم با هم هم گروهن. این وسط ای تک و تنها افتاده. خیلی راحت. آقا دورش چطوره؟ بچه اونی که N بزرگتر داره، اون زیلایی که N بزرگتر داره، اون دوره رو تعیین میکنه. اینجا نگاه کنید، 4 داریم و 3، اینا هر دو N هن دیگه، ما میدونیم نمایشگر این هن که این زیلایی تو کدوم لایه قرار گرفته. اونی که N 4 داره نشون میده که عملا ایشون تو لایه 4 قرار گرفته، تو دوره 4 هم قرار گرفته. یا مثلا برای عنصر کناریش، تو دوره 3، تو دوره 4، تو دوره 3، تو دوره 2، به همین سادگی. تعداد الکترون ظرفیتی برای دسته پی میشه یکان شماره گروه، برای دسته اس هم همینطور. الان بچه ها ما پیدا کردیم که گروه دی من گروه 16ه، یکانش چنده؟ 6ه. بس 6 الکترون تو لایه ظرفیتش داره. آقا حالیمون نشد، چی کار باید بکنیم؟ بابا الان گروه دیو که پیدا کردی، کافیه بیای بگی 16 یکان شند 6، دهگان شند 1، دهگان بری زور، یکان رو نگه دار. اگر روش برات سخته، برای دسته پی کافیه الکترون زیر لایه اس و پی رو با هم جمع کن. اینم از کدام عنصر در یک دوره با ای قرار گرفته؟ کدام عنصر در یک دوره؟ الان دی دوره چندم؟ چهارمه. سی دوره چندم؟ دوره چهارمه. و سی و ای با هم تو یه دونه دوره قرار گرفتن. دسته اس پی دی اف هم گفته مشخص کنید بچه ها. این دسته اس بود، دسته اس بود، دسته پی بود، دسته پی بود، دسته دی بود. توضیح دادم دی وقتی توی ساختار میاد و در حال پر شدن میشه دسته دی. سوتی ندینا، اونی که پی داره اصلا بحثش جداه. اونی که پی دیدین، به محضی که توی آرایشی پی دیدین، قطعا پیه، قطعا دسته پیه، تمام. حالا اگر اومدین اس دیدین آخر آخر آرایش الکترونیتون، اگر قبلش دی بود بگین دسته دیه، اگر دی نبود بگین دسته اسه. حالا دسته پی گروه شیری به نصب میاد 12 به علاوه الکترون هایی که بالای پی نوشته. دسته S چجوری الکترونش به دست میاد، گروهش به دست میاد؟
الکترون های زیلایه اس فقط. حالا الکترون های حالا گروه دی چجوری به دست میاد؟ کافیه بیاین الکترون های دی و اس رو با هم جمع بکنید بچه ها. این هم از این. یه استراحت کوتاه من بکنم بچه ها، بعد از اون بیام و ادامه بحث رو براتون داشته باشم. تا سوال اسلاید 12 پیش رفتیم. من سعی میکنم توی یه 20 دقیقه دیگه مبحث رو جمع بکنم که انشالله پارت بعدی کلاس رو با هم داشته باشیم. خب بچه ها ادامه بدیم بحث رو بعد یه استراحت کوتاه. فکر نکنم این 10 دقیقه رو دیگه باقی مونده باشه از سوالات بخش اولمون. در مورد سوال 20 میگه موقعیت هر یک از عنصرهای زیر در جدول دوره‌ای و تعداد الکترون‌های ظرفیتی رو تعیین بکنید. الف میگه اتمی که در زیر لایه سپی خود 3 الکترون دارد. بچه‌ها باید تا سپی پیش بریم. یعنی چی؟ من اگه بخوام فشرده بنویسم چه شکلی میشه؟ میشه عملاً نئون 3s2 سپی 3. که ما میدونیم اینجا 10 تا الکترون داریم که عملاً شامل 1s 2s و 2p ماست. میگه حالا تو بیاد بگو در جدول دوره‌ای موقعیتش کجاست، یعنی دوره گروش کجاست، چیه دوره گروش و تعداد الکترون ظرفیتش. اولا بچه دسته پیه، این اولین نکته. حالا سوالی که به شما میدن بیشتر همچین حالتی داره، کرومو مثل میدن میگن آرایش الکترونی بنویس، دوره، دسته، گروه و الکترون لایه ظرفیتش رو بگو، که شما بازم همین روند رو طی میکنید، همین آرایش الکترونی رو میکشین. بعد بر اساس همین قواعدی که گفتم الان به پی ختم شده، پس باید بگه 12 به علاوه تعداد الکترون های پی یعنی گروه 15. بچه دوره شنده اونی که بالاترین اون زیلایی که بالاترین اینو داره. دوره 3 چند تا الکترون لایه ظرفیت گفتم شماره یکان گروهش، گروه شنده 15، یکانش چقدر؟ 5. 5 الکترون ظرفیتی یا مجموع الکترون های SOPی اون رو ما میتونیم بگیم که میشه الکترون های ظرفیتی. به چطور بچه ها؟ اتمی که آرایش الکترونی آن به 3s1، بازم نئون رو میکشی 3s1، به اس ختم شده بچه ها. خب به اس ختم شده، آیا قبلش دی داریم؟ نه، بس دسته اس. دسته اس باشه الکترونش هم ظرفیتشه هم گروهشه. گروه 1، از طرف دیگه ظرفیت 1، و از طرف دیگه بچه دوره چنده؟ بالاترین انش، دوره 3. آخری میگه اتمی که آرایش الکترونی آن به 3d6 4s2 ختم شده باشن. راحت کرد کار ما رو، به اس ختم شده، قبلش دی داریم، پس قطعا ایشون باید برای گروهش بیایم الکترون های دی و اس رو جمع بزنیم. گروه 8، دوره چنده؟ بالاترین انش دوره 4، دستش که قطعا دسته دیه چون اسیه که قبلش دی در حال پر شدنه، و از طرف دیگه ظرفیتش هم مجموع الکترون های اس و دیه بچه ها، که ظرفیتش هم میشه 6، بچه میشه 8 الکترون. عملا این میشه پاسخ این سوال ما. بریم سوال بعدی، بازم مشابه همون سوال قبلی رو داریم که اینو حلش میکنین. سوال بعدی، آها، در مورد باریوم و یود بچه، این دوتا آرایش الکترونی حفظیه. چرا؟ چون تو تمرین های دوره اومده و عدد اتمی بزرگتر از 36 داره، بس شما باید اینو حفظش کنید، نمیخواد به دست بیارین، حفظش کنید. میگه پیش بینی کنید که هر یک از اتم های باریوم و یود در شرایط مناسب به چه یونی تبدیل میشن. بچه اینا قراره یا برسن به گاز نجیب قبل یا گاز نجیب بعد. اگر قبل بشن فلزاتن که عملا میان الکترون از دست میدن، اگر قرار باشه به گاز نجیب بعدشون برسن نافلزاتن. آقا از کجا بگم نافلز کدومشون؟ اولا که شما یه سری دیتا دارین در مورد فلز نافلز، ولی از طرف دیگه شما میدونید یود وقتی 7 الکترون ظرفیتی داره یعنی نافلزه، یه الکترون دیگه بگیره 8ش تکمیل میشه، بس این باید بشه آی منفی، یا باید به آرایش الکترونی گاز نجیب بعد خودش برسه، یعنی زنون 54. ایشون هم دو تا الکترون داره، یعنی فلز میتونه دو تا رو از دست بده و بازم به زنون برسه، پس این میشه دو بار مثبت، میشه یه بار منفی.
دلیلش هم گفتم باید به آرایش الکترونی گاز نجیب قبل یا بعد برسن. نافلزات بعد، فلزات قبل. آقا همیشه همینجوری نه، اغلب فلزات و اغلب فلزات و همه نافلزات به این شکلن. نافلزات الکترون میگیرن به گاز نجیب بعد میرسن، اما فلزات همشون اینجوری نیستن. بعضی الکترون از دست میدن اما به گاز نجیب نمیرسن، لزوما نباید به گاز نجیب برسن، ولی باریوم چون جزء گروه اصلیه این اتفاق براش میفته. میگه فرمول شیمیایی بنویسیم. بچا فرمول نویسی یونی حواسا جمع باشه، بیا کاتیون اول بنویس، در کنارش آنیون رو بنویس، از بار اینها قدر مطلق بگیر که این میشه یک، این میشه دو. ببین با هم ساده میشن؟ نه، بیشتر از این ساده نمیشن. عددی که اینجا به دست اومد و بذار زیروند کاتیونت، عددی که اینجا به دست اومد و بذار زیروند آنیونت. ضرب دری اعداد بار رو بکن زیروند کاتیون و آنیون، میشه بی آ یک آی دو، که یک هم نمی نویسیم، میشه بی آ آی دو، میشه ساختار ترکیب یونیمون که همون باریوم یودید عملا. اینم از بریم سوال بعدی. میگه با توجه به آرایش الکترونی زیر به پرسش ها پاسخ دهید. آلومینیوم داده، نئون 3S2، یه دونه CP1 میخواد. بچه ها حواستون باش تکمیلش کنید لطفا. دومی Cu29 که ما میدونیم میشه 3D 10 4 3، استثناء بود. بعدی N7. میگه قبل این چی باید بیاد بچه ها؟ N کلن 7 تا الکترون داره، اینجا ما 5 تا الکترون میبینیم، بس اینجا باید هلیوم باشه. و بعدی هم آرایش الکترونیشو تکمیل نوشته برامون. میگه آرایش الکترونی عنصرهای شماره 1, 2, 3 رو کامل کنید که کردیم. اتم 4 در چه گروهیه؟ دستشو پیدا کن، دسته پی. وقتی دسته پی باشه 12 به علاوه الکترون‌های زیر لایه پی، یعنی 12 به علاوه 4 میشه 16، میشه گروه این عنصر. کدام عنصر به دسته دی تعلق دارد؟ دنبال اسی بگرد که قبلش دی باشه. کدوم همچین ویژگی داره؟ بگردیم Cu29، یعنی عنصر شماره 2. بچه یه تکنیک خفن بهتون بدم تو ذهنتون داشته باشین. بین اعداد اتمی 21، خود 21 هم هست، تا سی هر عدد اتمی دیدین جزء دسته دیه. خیالتون راحت کنم. اینم از این یه آنالیز نهایی داشته باشین که بریم سراغ سوال بعدی. سوال بعدی داره ساختار لایه لایه رو میگه، عین تمرین کتاب درسی تونه. چی میگه؟ میگه در هر یک از شکل‌های زیر برشی از یه اتم نشان داده شده است. موقعیت عنصر X رو پیدا کنید. عنصر X سمت راستی است. نگاه کنید بچه ها. الان ما این خطای تیره عملا لایه های ما هستن. لایه اول 2 ماکسیموم جا میشه، لایه دوم 8 جا میشه. حتما لایه اول دوم ماکسیموم پر شده که لایه سوم چهارم داره پر میشه. بیاین جمع بزنیم الکترون هامون رو. 2 8 10 با این 16 به علاوه 2 18، یعنی 28 تا الکترون داره. ما میگیم اتم ما خنثاه. اینجا باید در نظر بگیرید خنثاه، نمیتونید مثبت منفی در نظر بگیرید. بعد بیاین آرایش الکترونی 28 رو رسم کنید. آرگون 3d8 4s2 رسم کردم. حالا شما باید اون روند رو طی کنید. اصلا بذارین از اول رسم کنم. 28 تا باید پشت سر هم طبق اصل آفبا بچینم. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6، شد 18 تا. بعد 4s2 بعد 3d8. جای دی و اس هم میتونی عوض کنی که اونی که n بزرگتر داره بره انتها قرار بگیره. بچه دوره چهارم دسته دی و نکته بعدی که میتونم بگم گروهش میشه جمع الکترون های دیو اس که جمع کنی میشه عملا گروه 10. بریم به یک کدام اتم یا اتم ها تمایلی به انجام واکنش و ترکیب شدن ندارن؟ اونهایی که لایه آخرشون 8 الکترون داره. بچه ها به شرط اینکه به این عدد اتمی برسن، نه هر 8 الکترونی، یا 2 یا 10 یا 18 یا 36. الان اینی که 8 الکترون داره رو بیا بررسی کن.
این که 8 الکترون داره رو بررسی کن. لایه آخرش هم هست دیگه. اینجا بچه دقت کنید. الان این که 2 الکترون اینم 8 تا جمعشون میشه چقدر؟ 10 تا. پس این ما میتونیم بگیم 8 الکترونیه که به پایداری رسیده. اما سوال یه تیکه ریزم داره. ما هلیوم میدونیم پایداره و 2 الکترون داره. ما یه هلیوم هم اینجا داریم بچه ها. چون 2 تا الکترون داره هلیومه. و هلیوم هم جزء گازهای نجیبه. یعنی برای اینکه واکنش نده باید به گازهای نجیب برسه. خلاصش اینه، شما اگر تونستین عدد اتمی گاز نجیب رو توی مواردی که گفته شده پیدا کنید، یعنی به جواب رسیدین. الان مورد A و B ما میتونیم بگیم که میل به ترکیب شدن ندارن، چون لایه آخرشون ظرفیت کامل داره و به آرایش گاز نجیب رسیدن. عنصر D به کدام دسته؟ عنصر D ایشونه. به کدام دسته S, B, D تعلق دارد؟ با آرایش الکترونی فشرده بیان کنید. بچه دقت کنید، لایه آخرش دوتا داره، لایه اول دوتا، لایه دوم 8 تا. یعنی مجموعاً 2 8 2 12 تا ما الکترون داریم. میگیم نئون، یادتون باشه بعد نئون 3s و 3p پر میشه. خب 3s ببینیم پر میشه؟ بله پر شد. الکترونی باقی موند؟ خیر. بس همین میشه آرش الکترونی نهایی ما. خب بچه دقت کنید، گروه چنده؟ گروه 2 دوره سوم. دسته چی؟ دسته اس. به اسی خطف شده که قبلش ما دی نمیبینیم، بس ایشون دسته اس. بریم سراغ سوال بعدی. بیشتر همچین سوالای مد نظر ماست توی امتحانهای مدرسه‌تون بچه ها. امتحان ترم اول و ترم دوم فرقی نمی کنه. چی میگه؟ میگه اگر آرایش الکترونی عنصری 3d3 4s2 خط شود، عدد اتمیان کدام است؟ یادتون باشه وقتی به 3d رسیده قبلش آرگون پر شده دیگه. آرگون 3d3 4s2 جمع اینا که 5 الکترونه. تو دل آرگون یه 18 الکترون داریم. یعنی الان این چند تا الکترون داره کلن؟ بگین 23 تا. یعنی ما با عنصری سرکار داریم که 23 تا الکترون داره. چون یونم نیست 23 تا هم پروتون داره. به همین سادگیه واقعا. به در اتم گوگر چند الکترون داره؟ عدد کوانتومی N مساوی 2 L 1 بچه کدوم زیلای است که Nش 2 Lش 1ه؟ L 1 یعنی چی؟ یعنی زیلایه P. یعنی دنبال الکترون های زیلایه P بگرد. بخوای رسمش کنی میشه نئون 3s2 3p چند؟ 3p4. خب الان سوالی پیش میاد، داخل خود نئون ما 2s2 داریم و 2p6، یعنی 2p ما 6 تا الکترونش رو پر کرده، بس اینجا جواب 6ه. ما اینجا نباید آرش الکترونی فشرده بکشیم، باید گسترده بکشیم که 2p6 کاملا نمایان بشه. زیلایه دی در اتم عنصر منگنز داره چند الکترونه؟ بچه منگنز آرش الکترونیش آرگون 3d5 4s2 چند تا الکترون داره؟ کدوم اصلا L2ه؟ به من میگین کدوم L2ه؟ یا همون دیه 3d5؟ بس 5 تا الکترون داره. در اتم کدام یکی از عنصرهای Fe26 یا کوبالت 27 تعداد الکترون‌های زیلایه 3p و 3d برابره؟ هر دو رو رسم کن. تو این سوالا دیگه تست نیست رد گزینه بری. خب ما میدونیم باید فشرده رسم نکنیم. چرا؟ چون که اینجا 3p و خاصه و 3p تو دل آرگونه، میشه 2p6 3s2 3p6 4s2 و 3d6. نگاه کنید بچه ها، همین Fe من رو به جواب رسوند، ولی برای کوبالت هم همینو باید بنویسی، فقط به جای 3d6 3d7 بنویسی. میبینید توی آهن، توی آهن زیلایه 3d6 و 3p6 الکترون های یکسانی دارن، بس جواب من آهنه. 3 در اتم کدام یک از عنصرهای نیکل 28 سیلیسیوم 14 و کروم 24 زیلایه نیمه پر وجود داره؟ بچه ها مگه ما نمیگیم ظرفیت دی 10ه؟ وقتی نصفش پر شده باشه یعنی چنده؟ مثلا دی 5. مگه ما نمیگیم S2ه؟ اگه نصفش پر شده باشه میگیم نیم پره. منظور از نیم پر شدن یعنی این. بازم همه رو رسم میکنیم، ولی بچه تو آرگون ما همچین حالتی داریم، توی کروم همچین حالتی داریم. میشه آرگون 3d5 4s1. میبینید نیم پره نیم پره و به همین راحتی سوال حل میشه. آرش الکترونی بازم باید برای همینا رسم کنید.
قابل توجه بچه‌ای که میگفتن این کرومومس زیاد استثنایش دیده نمیشه، تو همه سالا تقریبا ما استثنای کرومومس رو داریم و به خوبی باید یاد بگیریم. سوال بعدی دیگه این لول آخر آوردم براتون، زمانی که بهتون آرایش الکترونی چیه بده بچه‌ها؟ یونو بده. میگه x دوباره مثبت و y منفی به 3 پی 6 ختم میشن، یعنی یه xی که دو تا الکترون از دست داده شده 3 پی 6، یه y هم که کمتر بوده یه الکترون گرفته شده 3 پی 6. میگه آرایش الکترونی فشرده عنصر y، میگه عنصر y دقت کن، عنصر y، نمیگه یونشو بنویس، و آرایش الکترون نقطه ای عنصر x را بنویسید. بچه الان y ما منفی شده 3 پی 6، رسم کن 1s2 2s2 2p6، 3s2 3 پی 6. مگه الان یه الکترون نگرفته شده 3 پی 6؟ تو برای اینکه بخوای اینو تبدیلش کنی به y باید نسبت به y منفی یه الکترون از این کم کنی، یعنی همینو بنویس، از آخرین زیر لایش یه الکترون بردار، میشه 3p5. برای عنصر x بخوایم الکترون نقطه ای رو بنویسیم باید چی کار بکنیم بچه ها؟ بازم آرایش الکترونی باید رسم کنیم. x دوباره مثبت ما چی شده بچه ها؟ بازم رسید به 3p6، یعنی 1s2 2s2 2p6، 3s2 3p6. دقت کن الان دقت کن، تو میخوای x رو بیای رسم کنی باید دو تا الکترون اضافه کنی به این سیستم، یعنی میشه 4s2. حواست باشه، نگاه کن x نسبت به x دوباره مثبت دو تا الکترون بیشتر داره دیگه، بس آرایش الکترونیه، خنساش هم دو تا الکترون بیشتر داره. آقا چرا خنسا کشیدین؟ چون y و x رو به اداده، حواست باشه. الان اینجا بس بخوایم آرایش الکترون نقطه‌ش رو رسم کنیم، ما میگیم از اینجا تا اینجا که میشه آرگون، برای رسم آرایش الکترونی فشرده، برای رسم ساختار الکترون نقطه‌ای باید آرایش الکترونی فشرده رو رسم کنی، ببینی الکترون ظرفیت چند تا مونده که دو تا مونده، حالا اونو پخشش کنی، بس میشه x 1 2. حواست باشه به غیر از هلیوم زمانی که چند تا الکترون داری غیر از 8 تا، باید اول دونه دونه هر کدوم از این سمت ها رو پر کنی، بعد بری سراغ پر کردن الکترون کناریش. به عدد اتمی شماره دوره و گروه عنصر x را مشخص کن. الان ما کارمون راحته، دسته s عدد اتمیش بچه از اینجا تا اینجا که 18 با 2 میشه 20 عدد اتمیش، شماره دورهش میشه دوره 4 بزرگترین nش، و گروهش هم چون دسته s میشه گروه 2. نمیدونم از این دیگه ساده تر مگه داریم؟ عنصر y به کدام دسته تعلق دارد بچه؟ میبینی آرایش الکترونی به پی ختم شده، بس قطعا دسته پیه. میگه فرمول شیمیایی ترکیب حاصل رو بنویسیم. بچه دو تا یون داریم، x و y منفی، کاتیون سمت چپ، آنیون سمت راست. حواست باشه قدر مطلق بگیر، 1 2. این دو رو بذار زیربند آنیونت، این یک رو بذار زیربند کاتیونت. یک که نیاز نیست بنویسی، جواب نهایی میشه x y 2. فهمیدی چیکار کردیم؟ اومدیم قدر مطلق آرایش، قدر مطلق بار اونها رو نوشتیم، بعد اومدیم بارها رو به شکل زبدری زیربند کاتیون و آنیون قرار دادیم. اینم از این سوال ما. بریم سراغ سوال بعدی که بچه میرسیم به نامگذاری. نامگذاری هم که بگیم عملا این بخش به طور کامل تموم میشه. یه جدول بهت داده در مورد نام شیمیایی، نوع اکسید و اجزای سازندش سوال پرسیده. بعدم یه دونه دو سه تا تمرین دیگه میکنیم و عملا فرمول نویسی هم تموم میشه. بچه سدیم داریم، اولش ترکیبمون یونیه. بپرس آیا سدیم چند ظرفیتی بود؟ نه، سدیم تک ظرفیتی بود. چند ظرفیتی ها رو من تو خلاصه به شما لیست دادم و سوتی ندین. یه ظرفیت بیشتر نداره، بس نه نیاز به مونو دی تری تترا از این چرت و پرتا داره، نه نیاز به پرانتز داره. بعدش سدیم، اسم آنیون چیه؟ اکسید. همین کافیه، نبینم بیشتر بنویسین بچه‌ها. ترکیب یونی اصلا نیاز به چیز دیگه نداره، نام کاتیون به علاوه ریشه آنیون به علاوه اید، یا اگر آنیون چند اتمی باشه کافیه نام آنیون رو بنویسید. نوع اکسیدش هم فلزی، اجزای سازندش یه او دوباره منفی و دو تا ان آی مثبت. اما مس بچه‌ها، مس یک کاتیون
چند ظرفیتیه. چجوری باید بارش رو حساب میکردیم؟ بگو خب دوتا سی یو داری و تو میدونی یه دونه اکسیژن بارش چنده؟ منفی دو. آقا نمیدونم. برو تو اون خلاصه، تو اون جدول آنیون ها حفظ کن بار آنیون ها رو حتما. یه دونه اکسیژن بیشتر نداری، بارش چنده؟ منفی دو. مگه ما نمیگیم کل ترکیب ایونی باید خنسا بشه؟ یعنی بارهای مس با بار اکسیژن باید خنسا بشه، یعنی مجموع اینها باید بشه صفر. اون وقت سی یو من میشه چند؟ مثبت یک. حالا برای این پرانتز نیازه مس رو بنویس داخل پرانتز به شکل آی تو آی تیری آی آی وی یا وی آی یک دو سه چهار و پنج. اون عددی که به عنوان بار مثبت به دست میاری و داخل پرانتز با آی تو آی تیری آی بنویس. الان بار مثبت من چنده؟ یه بار مثبت. آیا بنویس اکسیده؟ بله اکسیده. تموم شد. فلز بود اکسیدش یا نه؟ بله فلزی بود. مهم نیست مهندس. بچه دیگه تو خلاصه همینا رو داره. فلزیه. اینجا الان از چی ساخته شده؟ دو تا سی یو مثبت و یه دونه او دوباره منفی. آقا بعدی اس او دو. اس اولش نافلزه. ترکیب نافلزی چیه بچه ها؟ مولکوله. نامگذاریش شکلیه. یاد بگیر تعدادش رو اول می نویسی، بعد به علاوه نام اتم مرکزی می کنی، به علاوه تعداد اتم اطراف، به علاوه ریشه اتم اطراف، به علاوه اید. وای چقدر سخته نه؟ بچه نگاه کنید خیلی آسونه. گوگرد دارین اوله. چند تا گوگرد دارین؟ چند تا گوگرد دارین؟ یه دونه. اینجا تعداد رو باید این شکلی بنویسی. اینجا باید تعداد این شکلی بنویسی. مونو دی تری تترا پنتا. اینم تو خلاصه برات آوردم. هگزا هپتا یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت. اول مونو نبینم. اول اگر یه دونه گوگرد داری مونو رو ننویسی، یعنی مونو گوگرد. نمیدونم دیوکسید غلطه، تو مونو رو برای ترکیب مولکولی اول نمیاری، میگی گوگرد. حالا دیگه مهمه مونو هم داشتی بعد این باید بیاری، یعنی وقتی قبل گوگرد چیزی نری، یعنی یه دونه گوگرد داری، بعد چند تا اکسید داری؟ دو تا اکسید. دیگه نمیسید دو اکسید، مینویسید دی اکسید. گوگرد دی اکسید نافلزیه و مولکول عملا. بچه ها کربن داره اولش، قطعا مولکوله. وقتی مولکوله حالا میری نامگذاری مولکولی. مونو کربن مونو اکسید غلطه بچه ها. مونو نداره اول نامگذاری مولکولی. کربن یه دونه کربن بیشتر نداریم. کربن حالا دیگه مونو نیازه وسطش. مونو اکسید یعنی نگاه کن ارجاع دادنش این شکلیه، یعنی اکسیدت یه دونه است، کربنت هم یه دونه است، که موقع فرمول نویسی مولکولی الکی اذیت نشی. ترکیب چیه؟ بازم نافلزیه دیگه، تشخیص دادیم. آخری که خیلی هم جالب حل میشه، اولا که آهن فلزه، فرمولش رو باید بنویسی. آهن سه بار مثبت، بذار اینجا بنویسم، آهن سه بار مثبت، بالا دارم می‌نویسم، آهن سه بار مثبت او دوباره منفی. ساده نمیشن. این عدد رو بده زیروند این یکی، این عدد هم بده زیروند این یکی، شد Fe2 O3. از دو تا Fe سه بار مثبت و سه تا او دوباره منفی ساخته شده، که باز هم شما مشاهده میکنی کل این بارش برابر صفره. ترکوندیم نامگذاری، رفت به یک کارش. الکی مکس نکن روی نامگذاری اگر نصف نیمه فهمیدی، چون چند تا تمرین دیگه دارم تو نامگذاری. نگاه کن چند تا تمرین دیگه داریم تو نامگذاری، تا یعنی اولا تمرین شماره 19، تا تمرین شماره 19 ما عملا نامگذاری داریم. پس الکی عجله نکن، توی مرور خیلی چیزا رو یاد میگیری. کربن تتراکلورید. کربن اول نافلز، یعنی ترکیب مولکولیه. بچه یه دونه کربن داریم وقتی چیزی قبلش نمی‌نویسه. کربن تترا یعنی چهار، یعنی چهار تا کلور داریم. بنویس کنارش بور اکسید. بور اکسید اگر بخوای در نظر بگیری بور اکسید بشه، باید سه بار مثبت باشه، او باید دوباره منفی باشه. فرمول مولکولیش میشه، فرمول یونیش میشه B2O3.
بعدی تترا فسفر. نگاه کن بیشتر از مونو که اول ترکیب مولکولی بیاد تترا ظاهر میکنه. تترا فسفر یعنی 4 تا فسفر، دکا اکسید یعنی 10 تا اکسید، یعنی 10 تا اکسیژن. نیتروژن اولش داریم، یعنی ترکیب مولکولیه، نیتروژن یه دونه است چون قبلش چیزی نداریم. تیری فلورید یعنی 3 تا فلور. خب این بر بچه از طرح درس شما تقریبا حذف شده، اصلا اون برم اضافی حلش کردم، برو بذار کنار. اگر هم بخواییم بنویسیم معلوم شد بی اف سه، چون قبل بر چیزی نذاشته و تیری فلورید هم یعنی 3 تا فلور، 3 تا اف. سیلیسیوم دیوکسید اس آی یه دونه، 2 تا اکسید اس آی او دو. گوگرد هگزا فلورید، گوگرد که یه دونه است، فلورید من 6 تایه. بنویس دی کلورو سی ال دو، دو تا کلور، هپتا یعنی 7 تا، یعنی 7 تا اکسید. اینم ترکید رفت به یک کارش. همه نامگذاری ها مولکولی بودن، میبینی تو نامگذاری های مولکولی مونو دی تری تترا اینها ظاهر میشه. بچه این تمرین کتابه. بریم سوال بعدی. میگه فرمول شیمیایی ترکیب های زیر را بنویسید. آهن سه برومید، بنویس اف ای سه بار مثبت بی آر منفی. این بی آر منفی رو باید تو حفظش باشی یا حواست باشه. یعنی اینجا میشه اف ای بی آر سه. چی شد آقا؟ اینجوری شد این سه شما عملا چه اتفاق داره براش میفته؟ داره میشه زیروند آنیونت. گفتم اعداد رو قدر مطلقشون رو با هم ساده کن، اگر ساده شد که هیچ، اگر ساده نشد که هیچ، اگر ساده شد ساده کن، بعد زبدری بذار به عنوان زیروند کاتیون آنیون. بعدی کروم دو اکسید، خودش میگه دو، سوتی نده، کرومو داره میگه دو بار مثبت. یعنی اگر تو این کرومو یه جا دیدی داخل پرانتز نوشته شده، بگو احتمالاً چند ظرفیتیه. اشتباه نکن، قطعاً چند ظرفیتیه. کروم دو بار مثبت، اکسید هم همیشه دو بار منفیه، ساده میشن با همیشه سی آر او. دیدی مثالی از ساده شدن کاتیون آنیون از لحاظ بارشون بود، قدر مطلقشون با هم پر میره پی کارش. بعدی مثل یک فلورید، مثل یک فلورید سی یو یه بار مثبت، اف هم منفی میشه سی یو اف. بعدی سدیم نیتریت، سدیم یه بار مثبت، نیتریت سه بار منفی، قدر مطلقش بخواید بگیری میشه ان آ سه ان. عدد بار آنیون شد زیروند کاتیون، عدد بار کاتیون شد زیروند آنیون. اینم از این. بریم یه دونه آنیون کاتیون چند اتمی هم بررسی کنیم. من قبلش فقط توی جزوه خلاصه بهتون بگم کجا دقیقا این آوردم. توی جزوه خلاصه، توی جزوه خلاصه این نگاه کنیم بچه، توی این بخش ما توی این جدول، توی این جدول آنیون های چند اتمی آوردیم. بچه یه سری ها باید حفظ بشه، آمونیوم، نیترات، کربنات، هیدروکسید، سولفات، دیگه عرضم به حضورتون همینا، فسفات، اینا رو حفظ کنید کافیه. خب بیشتر از این نیاز نیست درگیر کنید خودتونو. میگه بیان چیکار کنید؟ بر اساس این جفت ها فرمول بنویسیم. بچه آل و اس، اینجا دیگه باید هنرتو نشون بدی. آل چند بار مثبت میشه؟ سه بار مثبت. اس چند بار منفی؟ دو بار منفی، میشه آل دو اس سه. فرمول خواسته، اصلا نخواسته که مثلا تو بیای بگی مولکولیه نمیدونم یونیه، نه یونی بنویس، همه رو یونی داده بهت. معنی از این فسفات، آها برای چند اتمی ها رو یکم من دو رو آرومش کنم، منیزیوم دوباره مثبته. بچه این فسفات پی او چهار سه بار منفی، یعنی کل این سه بار منفی، حواست هست یا نه؟ کل سه بار منفی. یعنی الان اینو قدر مطلق بگیری بارش میشه سه، اینو قدر مطلق بگیری بارش میشه دو، این دو میشه زیروند کل این، این سه میشه زیروند ایشون، یعنی میشه ام جی عملا سه. داخل پرانتز بنویس که ضایع نشه دیگه، پی او چهار دو. اگر این زیر به جای دو یک بود دیگه پرانتز نیاز نبود بنویسی ها، یعنی مثلا دو نبود یک بود، پرانتز نیاز نبود. ولی الان که دو تا از این داری، اگر پرانتز نذاری ابهام ایجاد میشه، اشتباه میشه. این یکی بچه ها سی او سه بار مثبت، سی ال او سه بار منفی، بازم همون داستانه ولی سوتی ندیا،
بارها قدر مطلقشون یکی 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 سه. بس کوبالت من همینجوری باقی میمونه، CLO میره داخل پرانتز CLO سه، بیرونش سه میگیره. دیدم بچه ها این سه و با این سه خونسا میکنن، خدایی نمیدونم چه جوریه. بچه ها CLO سه کلش یه بار منفی ها، یعنی میتونی شبیه آی منفی بگیری بعد ترکیبتو بنویسی، بعد دوباره به جای آیت یا مثلا یه تغییر متغیری که دادی میتونی بعداً به جای اون متغیری که تغییر دادی دوباره CLO رو بنویسی، CLO سه رو بنویسی. NA با CL2 این عین تمرین کتابتونه بچه. ما میدونیم این دوتا فلز سدیم و گاز کلور NaCl تولید میکنن و به همین سادگی این ترکیب بررسی میشه. حالا تو ترم اول معمولاً دبیر رو از این بخش سوال نمیدن، یعنی آنیون ها و کاتیون های چند اتمی رو بررسی نمیکنن، ولی من همیشه عادتم موقع تدریس اینها رو تدریس بکنم بچه. بریم آخری سوال از این بحث رو حل کنیم. سوال 81 میگه فرمول شیمیایی MgO دارای نام شیمیایی منیزیم دو اکسید غلطه. چرا غلطه؟ چون منیزیم فقط دوباره مثبت تشکیل میده، جزء لیست کاتیون های چند ظرفیتی نیست بچه. بس من منیزیم اکسید رو انتخاب میکنم. ایشون یک ترکیب مولکولیه که باید بگی نیتروژن تری فلورید. نیتروژن فلورید غلطه بچه. برای ترکیب مولکولی حتما باید تعداد اتم متصل و تعداد اتم مرکزی که نیتروژن باشه رو بنویسی. چرا تعداد اتم مرکزی رو ننوشته؟ چون مونو نباید اول ترکیب بیاد. اینم درست، ایشون درست. دی نیتروژن تری اکسید N2O3 ترکیب مولکولیه چون توش تری دی داریم با فرمول شیمیایی N2O3. میگه دی نیتروژن، حواست باشه دو تا نیتروژن. بچه سوتی میدن بچه تو ترکیب مولکولی اول تعداد رو مینویسه بعد اسم عنصر میاره. نماد کاتیون CR2O3 بخوای بررسی کنی CR2 CR3ش راحت بیرون میاد. آقا چجوری؟ بگو دو تا کرومت باید بارش برابر 6 بار منفی باشه. چرا؟ چون هر اکسیژن دو بار منفی داره، سه تا اکسیژن داریم چه 6 بار منفی. یعنی الان ما این دو تا کروممون باید 6 بار مثبت ایجاد کنه. پس هر کروم من 3 بار مثبته و نام شیمیاییش هم کرومس اکسیده، چون یک کاتیون چند ظرفیتی داره و باید حتما داخل پرانتز کروم نوشته بشه. بریم آخرین بحث. به کمک فرمول های داده شده نام مواد رو کامل کرد و فرمولش رو بنویسیم. بچه اولش پتاسیم داریم، بگردیم دنبال پتاسیم اینجا. خب این پتاسیم سولفیده، نیاز به پرانتز هم نداره به خاطر اینکه تو این بخش عملا ما با یک کاتیون تک ظرفیتی روبرو هستیم. پتاسیم یک بار مثبت، اینم که نوشته دیگه خودش K2S. بعدی دی چی هپتا اکسید. هپتا یعنی چند تا اکسید بچه‌ها؟ یعنی 7 تا اکسید، یعنی منظورش این ترکیبه. دی کلو رو بچه‌ها، تنها ترکیبی که 7 تا اکسید داره اینه، یعنی میشه Cl2O7. یه چند دیگه هم حل کنم، مثلا مس این CuF بچه‌ها. دقت کنید الان اف من در واقع یه بار منفیه، یه دونم مس دارم که باید یه بار مثبت باشه تا مجموعشون خونسا بشه. آقا حالیم نشد چی گفتی؟ بیا بنویس سی یو من های بار و بار در تعداد فلور. بارش ماهیتا منفی یک، تعدادش هم یه دونه است، یعنی سی یو من های یک مساوی صفره. سی یو من میشه مثبت یک، یعنی مس من چون چند ظرفیت داره مثلا مس یک فلورید که در نهایت میشه CuF. بچه بقیه اینم به عنوان تمرین خودتون حل کنید. واقعا دیگه نهایت سرعت خودم رو برای اینکه بتونم این رو در کوتاه‌ترین زمان ممکن براتون جمع کنم و تمام نکات رو بگم به کار بردم. واقعا خودم سرم گیج میکنه اینقدر که سری شد، ولی سعی کردم شمرده همه چی معین و مشخص باشه، یادگاری برای شما بمونه. بچه‌ها امشب حال جالبه، ساعت 10:40 است، 30 آذر شب یلداه. من تشکر ویژه کنم از مهندس صالحی که تا این وقت شب وایستادن ما این کلیپ رو بگیریم. قرار بود برای بچه‌های دهمی کلاس بذاریم که این کلاس به درخواستشون کنسل شد، ولی اون جلسه رو برگزار کردیم. میخوام بدونم که تمام تلاشم بدونید که تمام تلاشمو میکنم برای موفقیتتون. عاشقانه دوست دارم که به جاهایی که میخواین برسین. اگر تو قالب درسیه
ازش استفاده کنید، بذاریم بقیه هم ازش استفاده بکنن از این محتواها، و اگر انتقادی بود، پیشنهادی بود حتما به من بگین. اگر کسی فقط از همین یک بخش استفاده کرد، خارج از کلاس های ما بود، حتما حتما بعد اینکه امتحان رو داد توی دایرکت اینستاگرام شیمی سخت نیست به من پیام بده، بگه چطور بود امتحانش، بگه چقدر این کلاس بهش کمک کرد، یا اصلا کمک نکرد چه کار باید بکنیم که بهتر بشه. طبیعتا میدونم که این کلاس خیلی میتونه کمک کنه، چون سالیان سال همین روند رو پیش بردم و بچه‌ای که واقعا زیر صفر بودن با همین کلاس و با همین دوره به نمره خیلی خوب رسیدن. ولی باز هم تاکید میکنم این کلاس به هیچ وجه جایگزین کلاس تست و کلاس هایی که توش قرار روند تستی و منظم مرتب درس ها گفته بشه جای اونها رو نمیگیره، چون ما روند بارش اطلاعات رو توی این بخش داریم. مثلا از یک پتاسیم 10 بار تکرار میکنیم، دانش آموز تو ذهنش بشینه که پتاسیم یعنی کا، یعنی کا مثبت. ولی روند تستی و پیشرفت تحصیلی واقعا نیاز به این داره که استمرار داشته باشین. بهتون توصیه میکنم که از همین الان شروع کنید. به نظر من دهم هم حتی این تایمش دیره برای شروع کردن، برای یک رتبه خوب آوردن، برای توی رشته ریاضی رفتن توی دانشگاه های خوب رشته ریاضی، چون دانشگاه خیلی مهمه توی رشته ریاضی، یا برای بچه های تجربه رسیدن به پزشکی، دندون، دارو. اینها واقعا کار نمیگم غیر ممکنی ها، ولی اگه دیر شروع کنی واقعا اذیت میشی. حتما واسه این روند رو پیگیری بکنید. بچهای خودمون هم که میدونم در حال ترکوندنن و منفجر میکنن هم تست و هم تشریح. و بچه خیلی دوستتون دارم مهندس، واقعا از شما من تشکر میکنم، زحمت کشیدین. شب همگی بخیر باشه. میگم شب بخیر، فکر نکنید الان ممکن شما روز این فیلم ببینید، الان اینجا شبه، به خاطر همین میگم شب بخیر. فعلا بچه‌ها.